خونه خونه پر مهمونه اعصاب و درد داغونه هستم. در شبکه مسیح اینجا همدوار است عیدتون بفرمایین حالتون چطوره؟ عالی. خدا رو شکر. حال من چطوره؟ عالی. با حال خانواده تو خونه؟ عالی. خدا رو شکر. همه چی عالیه و کیف داری میکنیم. خانم ها و آقایون عیده. عید فقط باید جشن گرفت. به هم دیگه تبریک گفت، به هم لبخند زد، حرفای قشنگ بزنیم و انرژی مثبت، انرژی های بالا، خوب به هم هدیه بدیم و چی از این بهتر که یک همچین عیدی و بتونیم قدردانی بکنیم از پدرهای عزیز دلمون. میلاد حضرت علی که بهترین و ویژه ترین سلامهای خدا بر او باد، میلاد ایشونه و همه ما به ایشون ارادت داریم، دوستشون داریم، بهشون تکیه میکنیم، از ایشون یاد میگیریم و این بهانه ای شده برای اینکه ما این روز رو به پدرهامون هم تبریک بگیم. همه آقایون بهتون تبریک میگم. به پدر عزیز خودم جناب آقای بهمن جوان تبریزی هم تبریک میگم. به داماد عزیزمون هم جناب آقای علی شهیدیان هم تبریک میگم و همه رفقای عزیزم و همینطور پرویز بگزاده که رفیق منه و اونجا نشسته. حضرت فرمودن که فاصله بین حق و باطل 4 انگشته. این خیلی روایت قشنگی، من اینو خیلی دوست دارم. کیا شنیدن اینو؟ کیا بلدن؟ باکلا. میگن که یعنی چی؟ 4 انگشت چجوری؟ میگن این فاصله یه چشم تا گوش. اگر بگن یک چیزی رو فقط شنیدم باطله و اگر بگی دیدم این حقه. یعنی هیچ چیز رو فقط به خاطر شنیده هاتون نپذیرین و حق بهش ندین. این خیلی جمله بزرگ و آموزه بزرگ و تکان دهنده ایه. اون چه که دیدید درسته و تازه اون هم باید اینجا ازش نگهداری بشه. پس این یادمون باشه، این فاصله 4 انگشتی حق و باطل رو. خب پس یک بار دیگه تبریک بگیم و تشویق بکنیم همه آقایون رو، همه مردهای عزیز دلمون رو و تبریک بگیم به همه شما بابت این میلاد بسیار بسیار با ارزش، فرخنده و عزیز و گرانقدر. We'll be right back.
قشنگن؟ خیلی. خانوم هم که خیلی ماهن. خیلی. حالا میتونیم برعکسش هم فرض کنیم. خانوم ها خیلی قشنگن، آقایون خیلی ماهن. برزاد هر دو هم درجه یک. خب همه مسلح بشید به سیبیل پدرانه. روز پدره و الان همه ما به فاز روز پدر یک المان و یک نشان از پدر هممون هم مسلح و مجهز. خب خانم آقایون، هیچ پدری رو پیدا نمی کنید. پدرها با همدیگه میتونن هزار جور فرق داشته باشن، ولی همشون سیبیل دارن. حتی اگر نداشته باشن، اون سیبیل وجود داره. کافیه جذبشون بزنه بالا، سیبیلشون هم میزنه بیرون. آره، این یادمون باشه. هر موقع دیدید یک پدر سیبیلش حجیم تر شده، بدونید اوضاع باید کنترل باشه. اوضاع خیلی خوب نیست. پدره با هر تفاوتی که میتونن با هم دیگه داشته باشن، به غیر از سیبیل در یک چیزهایی هم با هم مشترکن. امکان نداره پدری نصف شب از خواب بیدار بشه و کولر رو خاموش نکنه، حتی اگر زمستون باشه و اون کولر خاموش باشه، پدر یه دور دیگه خاموشش میکنه برای اینکه مطمئن بشه. یکی از جملات فوق‌العاده‌ای که همه پدرها وقتی که ما از در می‌خوایم بریم بیرون ازمون می‌پرسن چیه؟ کجا میری؟ بعد ما چی جواب میدیم؟ میرم بیرون. اونا چی میشن؟ زرت قانه میشن. یعنی می‌پرسن که کجا میری؟ میرم بیرون. آها، فقط چی میگن؟ دیر نیا. همین. کجا میره؟ دارم میرم منفجر شم، منفجر کنم، داره هر زمان مهم نیست. کجا میره؟ بیرون، دیر نیا باشه. به یه سری موضوعات و کلمات هم حساسیت شدید دارن. شهریه، شوهرمه، آخر برج، پول تو جیبی، شب عید. و کلن پدرها هر چی که هستن، هر چقدر که غر میزنن، هر چقدر که دعوا میکنن، هر چقدر که سخت میگیرن، ای پدرها با تمام لحظاتی که میتونین ایجاد کنی که آدم احساس کنه گره خورده و نمیدونه باید چی جواب بده، خواهشم اینه که همه این کارا رو بکنید، فدای سرتون، نوش جونتون، هر کاری که میکنین و فقط باشید. مخلصم، شما رو خیلی دوست داریم. خدا سایه تک تک شما رو از سر ما حاکم نکنه و اونهایی هم که الان ما رو ترک کردن و رفتن هم روحشون شاد باشه و بدونن که جاشون اینجا محفوظه تا ابد. مخلصیم، آزاد شید. این المان و نشان پدرانه رو گذاشتیم که خب یه دست بزنیم برای پدران. آقا بیاین یه کاری بکنیم. اسنووا از اونجایی که میگه که روی ما حساب کنید، چی میگه؟ روی ما حساب کنید. این جمله و شعار و اصرار اسنوواست که میگه روی ما حساب بکنید. برای اثبات این جمله که خیلی جمله پرمعنا و مهمی هم هست و توقع ایجاد میکنه، هر کاری ازش بر بیاد کرده میکنه و خواهد کرد. بیاین یه کاری بکنیم برای ما مردا، برای امروز که یعنی فردا که عیده، یا به این مناسبت برای خانوممون بریم یه یخچال بخریم، بریم یه لباسشویی، یا بریم یه لباسشویی بخریم، یا بریم یه دونه ظرفشویی بخریم، یا بریم یه دونه تلویزیون بخریم، یا بریم یه دونه اجاق گاز بخریم و اینو نشون بدیم که ما مردها اصلا منتظر هدیه نیستیم، بلکه هدیه هم میدیم.
دروغ گفتم. با مردم منتظر هدیه ایم. با تمام وجودمون کادو بهمون بدین. ما کادو میخوایم، کادو. واقعا سخت، اصلا این کار نکنیم. ما هر جستی که میاییم بدونیم پشتش ما هم لازم داریم. تمامی محبت ها و توجه ها رو ما هم لازم داریم. خب آماده ایم با هم سرود بخونیم؟ یا آهنگ عزیز هومنمون، هومن عزیزمون آماده کرده که اصلا به همین مناسبت برای روز پدره و برای این عزیز دل همه ماست که میخواییم الان برای اولین بار به این مناسبت افتتاحش کنیم، بخونیم برای شما کیف کنیم. آماده این؟ همه با هم میگیم یک دو سه چهار برو. یک دو سه چهار. از کوچه که اون اسطوره بوده، اسطوره بزرگی بوده، قدش بلنده، خیلی هم زورمنده، واسه همین شده بابای خونه. مبارک باشه. قبل از اون سفیده میشه. قبل اون سفیده اونجا شما کار میکنید؟ جای شما کسی هست؟ نه هیچ کس نیست. شما اولین خاطره ای که از پدرتون دارین چیه؟ آبادان بودیم، بابام کارمند شرکت نفت بود. ایشون از سر کار که اومدن برق قطع شده بود. برق نداشتیم. مادرم با چادرش یه چیزی شبیه باد بزن درست کرده بود، بادش میزد که ایشون بخوابه. مارمزون هم بود، یادم میاد مارمزون ایشون روزه بود. یادم که رفتیم مشهد توی زریح بودیم، حتی اونجاش هم یادم، حتی شب که رفتیم اسکان گرفتیم و شب خوابیدیم اونجاش هم حتی یادم، بابام یه دونه پیکان داشت. هر که رفته بود اومده بود،
از مکه اومده. بله از مکه اومده. همون موقع که حاجی شد. بله حاجی شد. آره سوغاتی آورده بوده. بله. چیه شما به پدرت رفته؟ یه سری وسواس‌های خاصی دارم که به پدرم. چی مثلا؟ مثلا اتو کردن، شستن. پدر خیلی چیز بود؟ خیلی نظافت کنه، خیلی اتو دقیق باید حتما همه چیز مرتب باشه. آها. خط اتو باید صاف صاف باشه. همه چون مثلا بابامونه. بله. مثلا ظاهری؟ ظاهری هم همینطور. موها هم همینطور. سیبیل هم همینطور. فقط منو داداش بزرگه هم هستیم که سیبیل اینجوری میذاریم. دوتا داداش های دیگه همون ماشین میکنم مثل بابام. اخلاقی آقا من از من بهتره. بابا من الان نه که بخوام تعریفش کنم، تعریف کن اسمه. مثل یه فرشته است، فرشته ی اما زمینی. به یه چیز که گیر میداد سپیچ بود دیگه. مثلا این کارو بکن، بکن این کارو، این درسو بخون، بخون درسو، بخون. خوروپوف. خوروپوف میگنه مثل پدر. نهیدم تا حالا. نه دیگه حال نمیشه که بالاخره یه بار عصبانی شده زدتت مثلا. نه زدم اصلا. من تا الان که 40 خورده سالم صدای بلند بابا رو نشنیدم. به نظرت یه پدر خیلی مشتی و حسابی چه پدریه؟ خیلی صبور باشه. شوخی میکنی با هم؟ بله شوخی میکنیم با هم دیگه. آشپزی بابا هم خوبه. آشپزی دیگه بنده خدا الان 30 سال داره آشپزیمون میکنه دیگه، چون مادرم تقریبا حدود 30 سال فلجه. بابا ازش پرستاری میکنه. عجب پدری. مثلش نیست. شما کی بابا شدی؟ من 2 سال خورده ایه. یه دختر دارم که عید عقدش بود. ای به به مبارکه. سلامت باشی. الهام خانم چقدر شبیه شماست؟ همش به من رفته کلن. خوابشو، یه حوصلگی و یه دندگیشو همش به ما رفت. خب یه سری اخلاقیاتش کلن شبیه خودمه. اخلاقیات دختر 2 ساله مثلا چیه؟ کل بازه خیلی کل میکنه باز. خدا بخیر. لج بازه این خودته دقیقا. عجب. اون عادتی که داری که خیلی خانم بچه ها هرس میخورن چیه؟ غور خیلی میزنم. غور میزنی؟ بیش از حد بز میگم. روی طعم غذا خیلی حساسم، بیشتر به شکم خیلی میپرم. اینم اون بنده خدا رو خیلی اذیت میکنم. خانومتو؟ آره بنده خدا رو اذیت میکنم. تا حالا هم بهش نگفتم آه. ولی خب الان دیگه گفتی. باش خانوم میگه این حرف، من میگم نه. باید اینطوری بشه. همش این کارو میکنی که هرس بدی بلکه هرس بدیم که هرس بخورن. هرس بخورن. لذت میبری. پارسال روز پدر چی گرفت همسر شما برای شما؟ یه پیرنه خیلی قشنگ گرفت. چی؟ یه ساعت گرفت. دخترم یه تیشرت برام گرفت. این جوراب و اینا چیه؟ ماجرا شوخیه؟ جوراب همه میگن جوراب میگیریم و مردم. اولا بوده دیگه، الان دیگه نه دیگه. خدا رو شکر. این واقعیت. خب خیلی جا من گرفتی؟ آره. جوراب نه. تا حالا هدیه گرفتی که غافل گیر شده باشی؟ بله. انگشتر فوق العاده نفیسی بود که گمش کردی؟ نه گمش نکردم، ولی نمیتونم دست کنم چون سر کار ممنوعه. آها سر کار انگشت. آره سر کار ممنوعه. فقط این حلقه است که هر کاری میکنم این حلقه رو ببینم. آها اینو دیگه نمیتونی در بیارم. حتی ایمنی کنه هر کاری. ایمنی هم اومد گفت آه میخوای ستلاغ هم کنی اینو در بیارم. یه دونه اتکلون بارا ما گرفتن. اصلا خوشبو بود خیلی. برعکس همیشه خوشبو بود. تو فکری؟ رفتی پیش بابا؟ شاید بگم یه 3-4 ساعت پیش زنگ زد گفت خیلی دلتنگ شده. مادر خیلی دلتنگ من شده. آها. چون تازه از پیشون اومدم. زنگ زدم به برادرها که برید پیشش که یه خورده از دلتنگی درش بیاره. آها. یه لحظه رفتم. خیلی خوب مبارک باشه. قربان شما. خستم نباشین. سلامت باشین. شما هم خسته نباشید. قربون شما. سلامت باشین. می‌بینی خنده بانه رو که؟ بله. آره ببین. زنده باشید. مبارک باشه. قربان شما زنده باشید. یعنی میخواییم اون ویلا رو قره کشی بکنیم، ببینیم به اسم کی در میاد. خیلی هیجان انگیزه. اونجا هم که داریم میبینین، اونجا هم که داریم میبینین. آماده این؟ بله. خب من دعوت میکنم از ناظر و نماینده اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جناب آقای میثم خوشخلق. ریتم بالا کن.
سلام. وقت بخیر. حالتون چطوره؟ زنده باشی. سلامت خوب باشین. قربون شما. خانواده خوبن؟ سلامت باشی. اطلاعاتو به ما میدیم؟ بله. تعداد کل شانسامو 47 میلیون و 277,020 20 شانس وجود داره. وجود داره. شروع کنم؟ بفرمایید. موسیقی. شماره 8. آقا بعد این چه جوریه کاوسه؟ چقدر بده؟ شماره 5. مجدد؟ شماره 9. شماره 9. شماره 6. شماره 8. شماره 6. اعداد بین 0 تا 4. موزیک. اعداد بین 0 تا 4. بین 0 تا 4. آها چون 48ه. 47. 47. خب 3 رو می‌خوایم. این 3. بله. 2. این 2. این 1. شما هم به عنوان ناظر و نماینده مردم. مرسی. چهار و آخریش. من آرزو میکنم و دعا میکنم مثل هر دفعه که خدا رو شکر در خندوانی اتفاق افتاده با قرعه کشیامون و هفت‌هشتاد که این هدیه و این جایزه ویلا برسه به کسی که بیشتر از همه خیلی خوشحال میشه. شما هم خیلی قطعا خیلی خوشحال میشه. دو. بله. مبارک شما باشه. مبارک شما باشه. خب حالا در بیاریم ببینیم که این یعنی 26 میلیون و 869,958 تومین شانس. 0336 آخر 3845. شما کسی اینجا اینو دارین؟ نه. خب ببینیم میشیم تماس بگیریم. تماس بگیریم ببینیم که کجا هن چیکار میکنن. کجاست ویلا؟ این ویلا در کجای ایرانه؟ بچه ها فشتاد. کجای شمالی؟ مازنده. آها مشترک مورد نظر پاسخ بود. خب چیز کنید؟ اسمس چیز بهش بزنید. خیلی خب. خیلی ممنونم. قربان شما. سلامت.
مخلصم. خیلی بده. حالا ایشالا بر میدارن و بهشون میگیم میان اینجا و جایزشون رو تقدیمشون میکنیم. سریع ترین روش شارژ خریدن از 780 یه بار دیگه با هم دیگه چک میکنیم. چیکار میکنیم؟ میزنیم ستاره 780. ستاره مبلغ مربع و همین. مبلغ هم به ریال. یعنی اگر 2000 تومان شارژ میخوایم بخریم میزنیم ستاره 780. ستاره 20000 مربع. و فقط دیگه باید شماره کارتتون و رمز دومو داشته باشین. جایزه بعدی 780 یک جایزه خیلی خفنه که الان بهتون نمیگیم، یه ذره دیرتر بهتون اعلام میکنیم که بعد مسیر مسابقه رو براتون تعیین میکنیم، میگیم کی شما قرعه کشی انجام میشه که میتونین هیجان داشته باشید و این کاراتون انجام بدید. بریم بیا. 1 2 3 ای وای برداشتن. الو. الو. سلام. سلام. حالتون چطوره؟ ممنونم، متشکرم. من رامبد جوانم. خوبین؟ خوب هستین، متشکرم، ممنون. متشکرم. سال نو مبارک. سال نو شما مبارک باشه. خانم، ما الان وسط خندوانه ایم و چیزی بیش از 100 خورده ای از تماشاچی‌ها و مهمان‌های محترمی که تو استودیو نشستن دارن صدای شما رو میشنون و در این حال میلیون ها نفر از مردم عزیز ایران، چه بخشی هم از دوستانی که الان در فضای مجازی رو اینترنت دارن شما رو لحظه به لحظه الان دارن صداتون میشنون و تعقیب میکنن. شما توی قرعه کشی شرکت کردید، قرعه کشی ویلا، نه؟ بله. خب نظرتون چیه الان؟ من که ما برنده شدم. شما کجا زندگی میکنین؟ من ورامین. ورامین. کارتون چیه؟ بله، فرهنگی هستم. ای معلمین؟ بله. چقدر عالی. خب من دیگه بیش از این فضولی نمی کنم، فقط میخوام بهتون بگم که شما ویلا رو بردی. خب یه لحظه واسه من بتونم با ایشون حرف بذارم. خیلی مبارکه جانم. بله منم باورم نمیشه. الان خیلی خوشحالی؟ اصلا شوکه شدم. ادامه بدید به شوکه شدن. آره والا واقعا مبارکتون باشه، نوش جونتون باشه. هیچی، فقط خوشحال باشید، ما هم بهتون تبریک میگیم. شما مخلصم. به زودی به زودی هم باید تشریف بیارید به استودیو که اینجا تقدیمتون بکنیم. مخلصم. خیلی هم خوشحال میشیم با خانواده بیاین. حتما. بله، اسمتون چیه؟ سمیه سرایی. خانم سمیه سرایی. سرایی، بسیار عالی. بله. خیلی مبارکه. سلامت باشید. یه دور دیگه تشویقتون بکنیم. تشویق شدی. بسیار عالی. خیلی مبارک. خیلی ممنون از همگی. مخلصیم. قربون شما. تا به زودی شما رو میبینیم. اینجا تقدیمتون میکنیم. مخلصم. خداحافظتون. خداحافظ. سلامت باشیم. قربون شما. خداحافظ. بیا مبارکی. به همین راحتی. خیلی هم عالی. خیلی هم قشنگ. بریم ایشالله جایزه بعدی خیلی به زودی اعلام میکنیم. شرکت کنید، گیرتون میاد. بریم بیایم. 1 2 3 بریم بیایم. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. حالتون چطوره؟ عالی. خیلی عالیه که وقتی از آدم میپرسن حالت چطوره بگیم عالی. پس حالتون چطوره؟ بری کنار. تجمع نکنی، بری اون بر. باستیم ببینم، باست آقا جون، باست. بری کنار. چی شده؟ تجمع نکنی. بری کنار. تجمعی چی نکنیم؟ چیه ماجرا؟ جلوی من نیستید. بیرون. بفرمایید، بفرمایید. ما واقعا همینمون کم بود که امشب و الان در این مراسم
دکتر پاینده سازگار با محیط بیان اینجا. از که تا حالا انقدر صمیمی شدی با من؟ منم اسم کوچیک صدا میکنی. نه گفتم دکتر پاینده سازگار با محیط. اسم کوچیکم دیگه. دکتر پاینده سازگار با محیط اسم کوچیکتونه؟ بله کامل نگفتی. صندلی برای شماست. ببخشید پس متشکرم. نژادشو جا انداختی. چیه فامیلیتون؟ نژاد. اسم کوچیکتون دکتر پاینده سازگار با محیطه، فامیلیتون نژاده؟ نژاده. نه فامیلی شما نژاده. نه جدی جی که پیداست داره عوض میشه چی؟ نه. پس چرا هیچ وقت اینو نمیگین؟ هیچ وقت جام ننوشته. دوست نداشتم. چون کارت ویزیت جا میشه. بعد به زیاده ننوشتم. نژادشو برداشتم. کارت ویزیت جا میشه، جا نمیشه. جا نمیشه کارت ویزیت دارم میگم دیگه. گفتین جا میشه. اشتباه گفتم. چیکار کردی؟ هیچی. شما چی کار کردی؟ من کاری نکردم. منم کاری نکردم. خب الان برای چی تشریف آوردین اینجا؟ برای چی تشریف آوردم اینجا؟ بله برای چی اینجا چیکار دارین الان شما؟ مطب هم اینجا. شما اینجا چیکار دارید؟ مطب بتونه؟ بله. مطب منه. نه پس مطب شماست. نه مطب کسی نیست. اینجا استودیو خندوانه است. استودیو خندوانه است؟ بله. من جایی که بتونم این میز رو بیارم تو میشه مطب من. حالا میخوای قبول کن، میخوای قبول کن. هر جا این میز باشه اینجا میشه مطب. آخه این چه اسم مطبیه؟ این هم آدم میشه این چراغونی و اینا. یعنی چی؟ خیلی خوب باشه حالا. فرمایشتون چیه؟ ما پس امروز ما در مورد تحکیم خانواده است. و حفظ آرامش در محیط خونه. چه مپس خوبیه، ولی فقط فقط یه نکته بهتون بگم. اگر قرار باشه از خشونت حرفی به وسط بیاد امکان نداره بذارم حرف بزنی. خشونت یه بحث نسبیه. بارها من در کلاسام گفتم. بارها. یعنی بارها. بارها گفتم. خیلی خوب باشه. بارها گفتین. خشونت کجاش نسبی؟ خشونت خشونت دیگه. الان مثلا من گوشه بچه رو میتونم. من خشنم. کاملا یک رفتار خشونت آمیز گوشه بچه رو میتونی. حالا فرض کن یکی دیگه محکم بزنه تو گوشه بچه. خب همینطور که میبینی گوشه بچه رو پیچوندن نه تنها خشونت نیست بلکه مهربانانه است. یا یکی بیاد با لگد بزنه به بچه. خب چه خب چی آقا چی میگین؟ اینا همش خشونت آمیزه. نه عزیزم خشونت نیست. چرا عزیزم همش خشونت؟ چرا عزیزم از طرف من؟ چرا از طرف شما؟ چی از طرف کی؟ معلوم نشد. خشونت آمیز عزیز من رفتار با این رفتارها با بچه‌ها و با هر کس با بزرگسالش هم خشونت آمیزه. خلاصه من میخوام در مورد تحکیم خانواده و تاثیر آرامش در تحکیم صحبت کنم. بفرمایید. متاسفانه 96 درصد آمار طلاق. ببخشید من یه ذره موهام در اینجا میریزه. سیبیلم. چند وقت شونه نکردم. کوتاه کنین اینا. نمیتونم. دوست دارم بلند شه. من زیاد کلسیم میخورم. جانم. چیا میخوری؟ شیر مستک. خیلی دوست دارم. شیر مستک. همیشه تو برنامه غذایی هست. متاسفانه 96 درصد آمار طلاق جامعه به خاطر نمود آرامش در خانواده است. 96 درصد؟ بله. این آمار رسمیه؟ رسمیه؟ آمار من میگم 96 درصد. به شما چه ارتباطی داره رسمی است یا رسمی نیست؟ من ترجیح دادم 96 درصد باشه. به شما مگه شما بعد بگین؟ بله من میگم. اصلا الان حال میکنم بگم 97 درصد. کیه که میخواد به من حرف بزنه؟ خب این رسمیت نداره. ما رسمیت داره. نه ما نمیپذیریم. چون نمیپذیری خیلی ها میپذیرن. خیلی خوب بفرمایید ادامه بدین. حالا ما میخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم که چه مواردی هستن که مخل ایجاد آرامش در محیط خونه میشن. خب حالا ما میخوایم از یه سری دوستان که نشستن خب جناب جوان خب سوال کنم که چه مواردی هستن باعث مخل آرامش در خونه ها میشن. چه مواردی هستن؟ کی هستن؟ خیلی خوب فهمیدم. شما پیشنهاد به من میدی آدم ها یا من خودم انتخاب کنم؟ کی میخواد پاسخ بده؟ مثلا خودم انتخاب میکنم. ایشون میخواد پاسخ بده. شما بلند شو. آیشه حسین میکروفون. میکروفون بیاری لطفا. اسمشم بنویسم اینجا. به نظر من مهمتر عامل اجازه بده. مثلا سوال نکرده من اسکا. مهمتر عامل چیه؟ اسم. علی خالصی. فامیل. خالصی. وز. خالصی. قد. خالصی. هر چی شد خالصی که. آی دکتر اسمشون علی فامیلشون خالصی. خیلی خوب وزنت. وزن 67 کیلو. قدت. 183. علم بهتر یا ثروت؟ ثروت. پدر بهتر یا مادر پول دوست؟ این خود شامل خوشونت. برادر یا خواهر؟ بحث کن با من عزیزم. برادر یا خواهر؟ سری بگو. خواهر. خیلی خوب نظر تو اینجوریه. مواردی که باعث مخل آرامش میشه چیه؟ شخص شخیص بنده. بشین. بعدی بلند شد. شما بلند شد. اسم الیاس.
فامیل مدداهی وز 120 قد 1.96 علم تز یا ثروت علم پدر به تز یا مادر هر دو برادر یا خواهر هر دو چه مزخرفاتی از من سوالای بنده است عزیز من به چه درد میخوره اینا من مشاورم سوالات خواهرم یا برادر پدر یا مادر خیلی خوب مواردی که باعث مخل میشه رو بگو شب یا روز درگیری تو خانواده ممنون بشین اشتباه بدون آقا اینم چی میگه اشتباه نداره هر کسی نظری نه خیر نظر نمیخواد بده مجید یعقوبی هستم درسته اسمتون مجید بله. فامیلی یعقوبی بله وضعتون 95 قد زیاده باید کنم آقای دکتر ابا تجا ثروت بابا اینا چه اهمیتی داره آقا موضوع چه مواردی میتونن باعث عدم آرامش در محیط خونه بشن درگیری پدر و مادر عامل اصلی هستش نظرات همه شبیه همه چون اولین چیز آرامش در خانواده است به نظر من فضای عصبی جنگ دعوا بحث همه فضاهای خشونت‌آمیز باعث میشه که آرامش از خونه بره بچه مضرترین چیز برای آرامش خانواده است بچه بله بچه باعث عدم آرامش بله. همه میگن بچه باعث آرامش خانواده کی رو گفته بی خود گفته یعنی چی بله هر کی رو گفته یا بچه نداشته یا اون بچه بهش پول داده که تبلیغش بشه بگه اینو بگو چه حرفیه یعنی چه حرفیه چجوری میخواین ثابت کنین چرا داری میره آسمون شما عصبی شدم پاتونو بزنین زمین چرا پاتونو میره خونه به توش آوردی تو هم از همون بچه ها پول گرفتی که اینجوری ازشو دفاع کنی نه عزیزم من چه پولی گرفتم راستشو بگو نه آقای محترم من چه پولی گرفتم من با زبون خوش به من بگو اعتراف کن پسرم کاری ندارم اگه راستشو بگی بگو عزیزم راستشو بگو چی رو بگم راستشو بگو چیکار کردی؟ عکس گرفتم از من؟ بله که چیکار کنی؟ بدم به بچه هم پیگیری بکنم که چیکار کنم؟ ببینیم شما واقعا از بچه ها پول گرفتی یا نه؟ بابا توهم داری شما؟ بچه مخل آسانش و آرامش خانواده هست دیگه نه؟ خیلی خوب بفرمه چه یا داره گریه میکنه یا داره جیغ میزنه یا داره این طرف اون طرف میدفه یا بلند بلند میخنده یا بلند حرف میزنه یا بیجهت دستویش میگیره صبح شب از همه اینا تاثیر داره کیه؟ عصبیم کردی بچه ها خیلی هم خوبن، بچه ها خیلی هم ماهن، ما باید بلد باشیم اجازه بده، اجازه بده، باید با روش های علمی جلوی قضیه وایستا چه عجب روش علمی، روش علمیتون چی؟ بله، البته حزب فیزیکی موثرترین روش بچه رو حزب فیزیکی کنی؟ نه چه مزخرفیه، نه بله. نه بله خب حالا شاید بعضی هم جنم و اراده و قاطعیت این قضیه نداشته باشن خب باید از روش های دیگه ای بریم روش های دیگر بررسی کنیم لطفا بله خب یه چیزی که من آماده کرده بودم برای شما بیارم خب که مرتبطم هست کجاست تکش اینه این؟ بله این چی هست؟ این یه محموله است برای حفظ آرامش در خونه چطوری؟ چطوری چه؟ محموله؟ یا بله یا یه محلوله؟ توش محلوله ولی محموله است این خب خودش محموله است که داخلش محلوله فهمیدم بعد بله. چیه این؟ چیه 100% کار خودمونه ساخت خودمونه همه چیز مال خودمونه پای خودمونه واسه اینجا که نوشته made in china made چین ساخت چین اولا که چین کشور دوست و همسایه ماست اینجوری نگید بعدش هم مواد اولیه‌اش فقط از اونجا میاد بقیه‌اش رو همینجا ما مونتاژ می‌کنیم کار خودمونه آخه دیگه چین چه پس چیه که بخوایم خودمون حالا تولید کنیم یا اونا تولید کنن کلا این چی هست باشه تو خوب عکس گرفتین از من بله. چیکار کنیم همچنان برای پیگیری موضوع تموم نشد خب الان این چی به چه درد میخوره؟ به چه درد میخوره؟ من دوستم یکی پیدا بشه که ببینیم تاثیر چه جوریه یه نفر یاد دوستم بچه کوچک نداری؟ نه بچه نمیذاریم خانم نه 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 اجازه بدید اجازه نمیدم نه 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 خواهش میکنم بشینید لطفا چی؟ بشینید دوست دارم بیستم نه نمیخوام شما بشینید من میشینم من نشستم هیچ بچه نمیاد چرا؟ نه اجازه نمیدم مهمونای ما خب باشه روی بزرگسال امتحان کنیم البته حالش رو بچه چیز دیگه است بله مجبور رو بزرگ امتحان کنی هیچ کس اینجا نمیاد حالا شما یکی از دستیارات در اختیار ما بذار تو دانیال چه آمادم بود سری صداش کرد شاید من شاهزادی رو میخواستم همونجا بست خب مثلا این فرزند شماست خب خیلی هم زشته دماغش هم خیلی درازه ولی حالا بهتر از هیچ چیه دیگه
درسته. با دانیال مهربان و دوستانه رفتار کنه. مثال دارم میگم. من منظورم به دانیال نیست. به شخص خاصی نیست. بفرمایید. شما خسته و کوفته اومدی خونه. خب؟ دلت میخواد لش کنی. ایجی پاتو بذاری رو میز. یه چایی بخوری. یه نفسی تازه کنی. دانیال اونجا پاتو رو گذاشتین رو میز. چرا مگه پام بو میده؟ نه قضیه بو نیست، کثیفه، کفش. کثیف نیستش. من همیشه کفشمو تمیز میکنم. انقدر قهوه‌ای تمیز، انقدر کفش به بدم زشت جلوی این همه خانم آقای محترم. یه پامو میذارم، مجبورم که اجرا کنم. خب دارین فضا سازی میکنین. خب فضا سازی میکنم. همینطور که میبینیم به سر خانواده است. خب. اومدی خسته و کوفته، ولو شدی پای تلویزیون، لش کنی از صبحم این سگدو زدی، یعنی هر جا که میخواستی رفتی برای کار. خب و خسته اومدی تو خونه. خب و میخوای دمی بیاسایی به قول گفتنی. خب که یه آتش باره اینجوری مثل وزق میپره تو اتاق. که من تعریفم رو ایشون به نظر بزه، مثل بز. ایشون من میگم بز. خب بچه که خودم داشتم وزق بود، ایشون بزه، ولی خب میپره تو خونه. این بچه رو باید چیکار کرد؟ چطور بازی میکنه؟ نه بله، باید بگی عزیزم چطوری؟ اون بچه پر از سواله، چون از صبح پدرشو ندیده. شما میگی خب چه حرفی داری؟ آفرین، چه مهربانانه. خوشگلم، خوشحالم که پسر منی، من دوستت دارم، من فکر میکنم تو بهترین پسر دنیایی. تا اینجاش خوبه؟ خیلی خوبه، آفرین. حالت چطوره بابا؟ میگه هیچی، خستم. میگه اشکالی نداره بابا، خستگی تو من در میبرم، اشکال نداره. چیکار کردین با دانیال؟ با دانیال چیکار کردین؟ میز من نمیافتاد ولی این از همین مایه و ماده است؟ شلوغش نکن عزیزم، 6 ساعت بیهوش شده فقط. چیکار کرد؟ 6 ساعت کشتیش؟ نکشتمش عزیز من، موقته، 6 ساعت بیهوش شده. دانیال آرامش برگشت به خونه. بچه رو بیهوش میکنی آرامش برگرده بخونه؟ معلومه، آتش باره رو مگه نیدید چیکار میکرد؟ کل خونه ریخت به هم. شما روانین، واقعا به نظرم روانین. شاه حسینی، شاه حسینی بیا. یا مثلا یه اسپری دیگه هم داشتم، مثلا این. اون بچه رو ببریم این 24 ساعت فلج دائم میکنه، غلط میکنه، یه محصول دیگه همه، بی خود میکنه. اون یکی رو کجا برد؟ یا مثلا یه محصول دیگه دارم، این یک سال میبرته تو کما، دیگه خیال راحت، اگر بچه ای نیست. بیام ببرین نشینه. دوستان علاقه مندان به این محصول اصلا. اگر که مایل بودین بفرمی. شماره کارت من در زیر درج میشه، سفارش بدین محصولتون رو براتون میفرستم. اصلا هیچ کس همچی کار نمی کنه. میخوام دعوت بکنم از یک رفیق بسیار عزیز، کسی که من خودم به شخصه خیلی دوستش دارم، شک ندارم شما هم همین حال و هوا رو مثل من نسبت بهش دارید. دعوت میکنم از خواننده بسیار خوب حجت اشرفزاده. سلام عرض میکنم اول به حضار محترم. سلام. تبریک خیلی خیلی قشنگ و ویژه پر از لبخند به همه یکان یکان شما که اینجایید و دورتون بگردم، اونایی که تو خونه نشستین چند وقته همش آقای جوانه میگم دورتون بگردم، کلی هم کیف داره. دوست داشتن هاتون رو به هم نشون بدین. آره واقعا. آره به هم دیگه نشون بدین که همدیگر رو دوست دارین، برای اینکه بعضی وقتا آدم به خودش فکر میکنه که اگه بگم شاید پررو بشه، ولی باور کنین خیلی کیف داره شنیدن این که دوستم داری. آره دوست دارم. دوستم داری؟ دوستت دارم. بله. چی شد یه بار دیگه؟ هر گیه چیز گفت همونشم باحال بود. آره خب مرسی. بریم. عرض شود که آقا جان معذرت میخوام.
اجازه ورود دارم؟ بله خواهش میکنم. آقا من حجت اشرف‌زاده رو خیلی دوست دارم. محبت داری. حجت بسیار خواننده دلپذیر و لذت بخش و خوشمزه‌ایه. شک دارین یه گاز میگیرم؟ یه بوس بده دورتی. آهنگ بسیار خوشایند و خاطر انگیزی داره. یک آهنگش رو من به شخصه خیلی دوست دارم که همتون هم میدونین حتما، یعنی اون چیزیه که خیلی 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 هم معروف شد و خیلی گرفت و خیلی همه باش حال کردن، ماه و ماهیه. خب من این آهنگو خیلی دوست دارم، انقدر که به راحتی میتونم بگم چیزی تقریبا هر روز داره شنیده میشه اینجا. خوششانسی واقعا، و یکی از آهنگایی که من زمزمش میکنم زیاد، خوشبختی از خواب پا شدم زمزمش کردم، جدی دارم میگم، مخلصم. و خواهشم اینه که الان بدون موسیقی، ساز، بدون ساز، بله اینو برامون بخون. چش، ممکنه هر کی هم که میتونه با هم میتونه بخونه، اونایی که دوست دارن ای با سال جواب بکنه. خب بریم. تو ماهی و من ماهی این، تو ماهی و من ماهی این، برکه کاشی اندوه بزرگیست، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی. پلکی بزن ای مخزن اسرار، که هر بار فیروز و الماس به افاق بپاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگیست. چه باشی چه نباشی، هرگز به تو دستم نرسد ماه بلند، اندوه بزرگیست. ماشاءالله به حجت، دمت گرم، متشکرم، خدا خیرت بده. مرسی از همه شما. یه ذره کوکشو بالا گرفتم وسطاش، گفتم چقدر یه کاری کردی که تقریبا ما اینجوری بودیم. آره ولی خب چون موزیک نیست یه ذره سخته و دمت گرم. عالی سعی کردم که درست در بیاد، فوق العاده. دیگه حالا یه قطعه دلبرانه بهارانه. سری پیش که دعوت بودم برنامه خندوانه، از همین دوست داشتن حرف زدیم، از کتاب خوندن حرف زدیم، کلی اتفاقای خوب و فکرای خوب. یه بیت غزلی از استاد محمدعلی بهمنی خوندم، اگه یادتون باشه، رامبد خان. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. برای همینه که میگم دوست داشتن همونو بگیم. همون در واقع جلسه قبل که اینجا بودم قولشو دادم که براتون این قطعه رو دفعه بعد که میام با موسیقی بخونم، و امروز با موسیقی دوستم داری اومدم خدمتتون، که الهی که همتون همدیگر خوب دوست داشته باشین. ضمن این که از علیرضا بدی همچنان برای شعر درجه یکش ماه و ماهی تشکر میکنم، به افتخارش خواهش میکنم. مرسی. همینطور آرش و امیر بیات که موسیقی خوب ماه و ماهی و آلبومش رو ساختن، برای اونها هم لطفاً در دستتون بگیرید. دوستم داری رو میخونم براتون. الهی که همدیگر خوب دوست داشته باشین و ماندگار. دوستم داری مال همه شما ها. دستاتون رو یادتون نره که با من همراهی بکنید. بریم بفرمایید.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. ماشاءالله به حجت، ماشاءالله، دمت گرم. مرسی، ممنونم. یه بریم بیاییم بکن. تشریف میاریم. بگو یک دو سه بریم بیاییم. یک دو سه سب 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 چون دوباره با ما هست، یک آهنگ دیگه هم قراره با هم دیگه کیف کنیم در کنار حجت. بگو یک دو سه بریم بیام.
خیلی خوشحالم که شما اینجا این. خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم و قدر شناسی میکنم و بازم بهتون خوش آمد میگم. مهمان این بار خندوانه کسیه که من به تازگی باش آشنا شدم. احتمالاً خیلی از شما ایشون رو نمیشناسین، ولی ایشون بسیار بسیار انسان درجه یک و قهرمانیه. یه سری از کارها هستن تو زندگی ما وقتی بهشون فکر میکنیم حتی از فکر کردنش هم میترسیم و فکر میکنیم خیلی کار سختیه. واقعا هم کار سختی. توی این جهان یه سری از بچه ها پدر و مادر یا سرپرست مناسبی رو بالای سر خودشون ندارن. یه سری از بچه ها هستن که با معلولیت به دنیا آمدن و بهزیستی ما جاهای تخصصی داره، یعنی یه جایی داره که اصلا بچه های یتیم رو نگهداری و مراقبت میکنه، یه جایی داره که بچه هایی که معلولیت دارن رو نگهداری و مراقبت میکنه. این آقا کاملا دلی و شخصی از بچه های نگهداری میکنه که ترکیب این دوتاست و پدر تعداد قابل توجهی از این بچه هاست. چون روز پدرم هست خواهش کردیم ازش که بیاد و راجع به کارهایی که میکنه و این بچه ها و اینکه ما چه کارهایی میتونیم براشون بکنیم و وظیفه ما چی میتونه باشه با هم دیگه گپ بزنیم. پیشنهاد میکنم که این گفتگو رو از دست ندین چون خیلی قراره کیف کنیم. دعوت میکنم از جناب آقای یوسف اصلانی. بفرمایید. آقا بفرمایید. ماشاءالله. اجازه میدید منم بشینم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. حال احوال کنید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما تماشاگرای عزیز برنامه خندوانه و تبریک عرض میکنم روز پدر رو به همه پدرای عزیز و احساس همدردی میکنم و خودم رو کنار تمام بچه‌هایی میدونم که از داشتن پدر محرومن. ماشاءالله به شما. ما هم سلام بدیم کیف کنیم. سلام. عید شما مبارک باشه. دم شما گرم. خیلی ممنونم که قبول کردی قدم سر چشمان گذاشتی و اومدی به خندوانه. افتخار وظیفه میدونم. مخلصیم. لطف داری. شکرم. چه خبر این روزا؟ سلامتی خدا رو شکر. چی کارا میکنی؟ کار همیشگی رو؟ کار همیشگی ما باید تقریبا میشه گفت یه 145 تا اولاد دارم کوچیک و بزرگ که یه زندگی پرشور و پرهیجان با این بچه‌ها همراه با شادی و قصه و غم و زندگی و ایشالله همین روز عروسی و نه بابا عروسی و بله بله. خب چه عالی. 140 و 146 تا 146 تا. کوچیکه چقدیه؟ الان 3 سالشه. و بزرگه؟ 21 سالشه. ماشاءالله. دختر پسر ترکیب تقسیم بندیشون دو تا دختر دارم کوچولو. دو تا دختر کوچولو. بقیه همه پسرن. بله همه پسرن. بله. اسم همه حفظی؟ بله. همه رو. همه رو بله. چی صدات میکنن؟ منو چون حدوداً 20 سال پیش کارو شروع کردم اون موقع سنم کمتر بود داداش صدا میکنن. همچنان این داداشه مونده. حالا پیرم شدم ولی این داداشه میگن. الان باید بابا شدی. بگن حالا خود به داداش صدا میکنن. پیر نشدی. سلام. ماشاءالله بهت. چند سال پیش شروع کردی؟ من تقریبا سال 77 78 کارو شروع کردم. 19 سال پیش. 19 سال پیش آره. بله. خب بعد چه جوری شد شروع کردی؟ والا این اتفاق خوب تو زندگی ما از یک رفاقت دوران بچگی تعدادی از حالا هم محلیایی که با هم توی محله جنوب شهر با هم بزرگ شدیم و بچه کجا به دنیا آمدی بزرگ شدی؟ من بزرگ شده شادآباد یافت‌آباد هستم من 18 آره. حالا 7-8 تا رفیق بودیم که دور هم دیگه از کودکی با هم بودیم و سر کله هم می‌زدیم و تا دوران خدمت سربازی از هم جدا شدیم. بعد از خدمت سربازی دوباره دور هم دیگه جمع شدیم. الحمدلله به لطف خدا هر کدوم یه شغلی داشتیم که خیلی خوب بود.
خدا هم شکر میکردیم که تونستیم تو این سن حالا درآمدی داشته باشیم. دور هم جمع شدیم گفتیم که حرکتی انجام بدیم که بتونیم که یه برکتی به زندگیمون و دنیا آخرتمون بدیم. ماهیانه مبلغی رو کنار هم میذاشتیم و میگفتیم این مبلغ سر ما بتونیم هدیه بدیم به شخصی مشکل کسی رو تو این محله که خودمون هستیم. آها. وظیفه خودمون رو تو محله خودمون انجام بدیم. آره. حالا با دنیای پیرانمون رو کار نداریم ولی محله خودمون بالاخره گردن خودمون. آره. کسی هم با چی هم کار نداریم. با خودمون کاری که وظیفه هر انسانیه. آره. اصلا رفتی به هیچ گروه و چیز خاصی هم نداره. با این کار شروع کرد. ماهیانه مبالغ رو می‌داشتیم، یواش یواش به جمعمون اضافه شدن، دوستان دیگه اومدن. همین کارمون این بود، سر ماه این مبلغ رو می‌گیریم، چقدر یا سبد کالا می‌خریدیم یا جهیزیه می‌گرفتیم یا یه مشکل هر دفعه یه چیز. آره، هر چیز رو حل می‌کردیم. خب این اتفاق ادامه پیدا کرد تا یک روزی که دعوت شدم به یک مجتمع بهزیستی. انقلاب من دو سه بار تو زندگیم انقلابای عجیب غریبی اتفاق افتاده. واقعا مسیر زندگیمو تغییر داده. یعنی یه چیز عجیبی که الان باورم نمی‌کنه. یعنی گذشته رو نگاه می‌کنم هیچ موقع فکر نمی‌کردم بتونم به اینجا برسم. توی مجتمع خدمات بهزیستی شهید ذوالفقاری تو منطقه 18 تهران بنده رو دعوت کردن اونجا به عنوان، حالا این کلمه خیر رو دوست ندارم با خودم بگم، نیستم، به عنوان خیر که تو اون مجتمع مثلا کمکی بکنم. دیگه خانم دکتری که اونجا بودن، خانم دکتر امان آبادی که ایشالله هر جا از خدا حفظش کنه، بخشای مختلف این مجتمع رو من نشون میداد که اینجا کار اعتیاد، اینجا کار روانشناسیه، کار خانواده است. آخرین قسمتی که به من نشون داد با صحنه عجیب غریبی روبرو شدم که این صحنه هیچ موقع فراموش نمی کنم و نگاه های بچه هایی که اون روز من دیدم و عجیب غریب بود. من وارد مجموعه شدم که دیدم یه 20 تا بچه 4-5 ساله، یکی رو تخت خوابیده، یکی نشسته رو که من که خانم دکتر اینا چی هن؟ اینا کی هن؟ گفته اینا بچه های بی سرپرستی هن که تحت پوشش ما هستن و ما نگهداری میکنیم. که خدمتشون عرض کردم که اینا به چه صورت، هزینه هاشون چقدر داره، چی کار میکنید، اصلا چیه اینجا، چه اتفاقات میفته. حالا یه زندگی دیگه، یه زندگی عادی مثل همه زندگی ها با این بچه ها که هر کدوم از پدر مادرای مختلف ولی کنار هم با هم زندگی میکنن. که اونجا بهشون گفتم که هر کاری از دست بنده حقیر و دوستانم برمیاد برای این مجموعه ما انجام میدیم. شما به ما برای این مجموعه، یعنی برای کل مجموعه، برای این بچه نه، فقط 20 تا بچه بودم. فعالیتی که برای جای دیگه دارید و شما انجام بدید، این 20 تا بچه رو از ما بخواید. از ما بخواید ما چیکار کنیم. مثلا روزای خیلی خوبی رو یادم میاد، از سنگ فرش کردن اونجا به ما زنگ میزد، میومدیم شروع میکردیم مثلا حیات اونجا رو سنگ فرش میکردیم، مثلا حیات بازی رو درست میکردیم، اتاق رنگ بشه. یا بعد از چند مدت، یکی دو ماه که گذشت، خود اعتمادشون به ما و بچه های ما بیشتر شد، از من خواستن ایشون که ما جمعه ها کسی رو نداریم کنار بچه ها، میتونی کسی رو معرفی کنی که مثلا یه خود جمعه ها مشکل داریم، چون جمعه روز تعطیله، بالاخره پرسنل مرخصی مون، خیلی هم پرسنل زحمت کشی تو سازمان بسیتی تو این مراکز دارن، واقعا زحمت میکشن، خیلی زحمت میکشن. این جمعه رو میتونه کمک ما کنه که این پرسنلی که پنج شنبه از شنبه جمعه رو بره استراحت کنه. گفتم من مجردم بودم که گفتم من خودم میام، خودم جمعه ها میام دیگه. جمعه 8 صبح اونجا میموندم، این شیفت رو تحویل میگرفتم تا 8 صبح فردا. 24 ساعت. یه بهترین دو اتفاقا برای بچه هم یه چیز شده بود، یه خاطره شده بود که جمعه برسه. خودت چند سالت بود اون موقع؟ من تقریبا 21-22 سالم بود. داره. که این اتفاق خوب میفته، مثلا من میام و بعد همش چیز بود دیگه، درس مرد تعطیل، همه چی، حالا کسایی که کلاس اول بودن فلان بودن، چون کوچولو بودم، همه چی تعطیل، فقط بازی و اشغال و صفا و تفریح و پارک و جوجه کباب و آها اینجوری میرفتیم. آره میرفتیم بیرون، میرفتیم بیرون. مثلا یادم یه پیکان داشتم، بعد تبدیل مثلا 12 نفر سوار اون میشدیم، البته کار غیر قانونی، این کارو نکنید، سوار اون ماشین میشدیم میرفتیم بیرون، مثلا وسط جوجه رو تو پارک ردیف میکردیم، خیلی خوش میگذشت. یعنی هر عقده خودم تو دوران کودکی داشتم اونجا با اینا دو جفت جور میشد، یعنی کودک درونه اوجش دیگه. آره با اینا سر کله بزن و خیلی چیز عجیب غریبی بود، اصلا یادش هم میافتم دیگه. تا یه مدتی گذشت، 5-6 ماه این اتفاق خوب میافتاد، تا اعلام کردن که مراکز نگهداری که زیر نظر سازمان بهزیستیه به بخش خصوصی واگذار میشه. این جوها مراکز رو میدیم، خواهیم بدیم مردم اداره کنن. آره. دیگه اونجا درخواست دادیم که ما خودمون این مجموعه رو اداره میکنیم.
این مجموعه رو به سوئد بمون که اینجوری به صف رسوندیم، یه خیلی به صف رسوندیم و مسئولیت اون 20 بچه رو کاملا به عهده گرفتم که الان اون بچه ها الحمدلله بزرگ شدن، یکیشون انقدیبی که ازدواج کنه، چند تا سرباز داریم، چند تا دانشجو تو اونا داریم، زندگی دارن میکنن همچنان و یواش یواش توسعه پیدا کرد، بچه های دیگه تا الان که در خدمت شما هست. اون بچه ها معلولیت نداشتن؟ نه، اونا معلولیت نداشتن. اونا سالم بودن. بچه بودن که داشتن پدر و مادر بنا به دلایل مختلفی محروم بودن و تو اون مکان زندگی میکردن. زندگی از همشون با خبری اونا رو؟ بله. همه؟ بله بله. و همچنان وصلین به هم دیگه؟ الان هستن. یعنی اگر کاری بخواید الان پیشمون هنوز اونجا زندگی میکنن. آه هنوز اونجا؟ آره، به غیر از یکی دو نفر که بنا به دلایلی حالا خواستن مستقل زندگی کنن که هنوز باشون ارتباط داریم، بقیه بچه‌ها هستن. ما اونجا یه شعار تعریف کردیم، بحث خانواده رو مطرح کردیم. یعنی من تحقیقات گسترده‌ای راجع به بچه‌های بهسیستی یا بچه‌هایی که تو این قالب زندگی میکنن که اینا چی ان، اصلا از کجا میان، چی هستن، مثلا چرا یه بچه‌ای این اتفاق براش میفته که باید اینجا زندگی کنه، که دلایل مختلفی داشت، از فوت پدر مادر قشنگترین شکلشه. آره نمیگم معقول ترینشه. یعنی بچه میگه پدر مادرم از دست دادم. آره. این مزارشه و عقده دلشو با اون مزار. آره. و شکلهای خیلی بد بیمهری پدر مادر، مثلا بیمهری پدر مادر، نگران نمیدونم بچه، طلاق، خیلی اصلا میگم کاش که میمرد، اما طلاق بچه مثلا نمیدونم، خیلی سخته. من یه روز خواستم درک کنم این موضوع رو، بعد از چند سال که خودم ازدواج کردم، خدا به خودم یه اولادی داد، یه روز خواستم این موضوع رو درک کنم که مثلا چرا چه اتفاقی میفته که مثلا پسر داری؟ آره. چقدی؟ الان 8 سالشه. ماشاءالله. اسمش چی بذاری؟ مقداد. خب بگو. خیلی من برای اینکه این بچه‌ها رو درک کنم، خیلی مواقع خودم رو جای اینا میذارم، یه آزمایشای خودم رو میکنم، یه امتحاناتی میکنم که ببینم این بچه چه اتفاقی براش میفته. با خانومم فروشگاه برای خرید رفته بودیم، بعد خانومم اینو البته جای دیگه هم قبلا هم تعریف کردم، خانومم سرگرم خرید شد، عمدن سرگرم خریدش کردم، من با پسرم تنها شدم و یه گوشه قائم شدم، این بچه رو ولش کردم ببینم چی میکشه، این چه اتفاقی برای این میفته و چه جور دلمون میاد. ترسناکترین چیز اصلا آقای جوان 20 ثانیه طول نکشید، تمام صورت این بچه اشک شد، استرس. من سریع اومدم بعد تجسم کردم این بچه رو، اتفاقاتی که هست ها. این بچه میگرده تو اون فروشگاه، هر خانمی رو که از پشت ببینه احساس میکنه مادرش چادرش میگیره، برمیگرده میبینه چهره آشنا، هر پدری که میبینه دستش میگیره میبینه چهره آشنا. استرس، ترس، وحشت، غم، قصه، اندو تو این سن کودکی کوچیکی و تا بفهمه که گم شده، میگه گم شدم، الان پدر مادرم منو گم کردن، تا تحویلش میگیرن حالا یا کلانتری یا سازمان بهسیستی. همچنان باور نداره پدر مادرش بهش بیمهری کردن، اصلا باور نمیکنه. خدا بچه رو مدن تو فروشگاه مثلا یه جای عمومی رها میکنن میرن. بله. بعد بچه باور نداره، بچه همچنان دم در منتظره که مادرم میاد پدرم میاد. همچنان بزرگ میشه، یعنی بچه انقدر روح لطیفی داره که به خودش اجازه نمیده این حس رو بکنه که من رها کردم. آره. پدر مادر منو همچنان منتظر میگردن. آره. گمم کردن میان، الهی بمیرم همین میان، همچنان منتظر میمونه تا بزرگ میشه و کسی نمیاد. تا از اینو داری؟ بله دارم. قالب بچه‌ای که تو من میگم تحقیق کردم که این بچه‌ها چی ان، خب فوت پدر مادر، بچه‌ای که رها میشن بنا به دلایلی، من نمیدونم دلیل چیه، بچه‌ای که به خاطر طلاق رها میشن، پدر مادر از هم جدا میشن، یه بچه طفل معصوم وسطه. من میخوام بگم پدر مادری که از هم طلاق میگیرید بچه، این پدر شما با اراده هم ازدواج کردید، شما به هم بله گفتید ازدواج کردید، ولی این بچه با اراده خودش به دنیا نیامد. چرا حالا جدا شدید؟ اصلا نمیتونید با هم زندگی کنید، چرا اینو رها میکنی؟ به خاطر یه ازدواج دیگه؟ نه قبول نیست، من قبول ندارم. معلومی که قبول ندارم. بمون پای بچهت، یا با کسی ازدواج کن که اولادت و بچهت قبول کنه. آره. قبول نکرد ازدواج نکن. باور غلط. اولویت میشه اون دیگه. آره باور غلطی که پای بچهت خودتو بسوزونی، مثلا خانواده مثلا
زن به دختر میگن چیه پای بچت میخواد ولش کن تو برو ازدواج کن زندگی یعنی چی که چی تو ازدواج کن یعنی این چیه پس بعد این بچه با عقده های چرا منو دوست نداشتن من چی بودم بعد تهمت ها فلان بچه چی بوده چه یه چیزایی که اصلا الهی من دور تمام بچه های بهسیستی بگردم که مظلوم ترین بچه‌هایی هستن که من باشون سر کله دارم میزنم خیلی باحالن من 146 تا بچه دارم مشکلی با اینا ندارم خانواده‌ای هستن که شاید با یکی دو تا بچه مشکل دارن پس اینا بچه بدی نیستن که گاهن میبینیم از دست اینا مثلا باورشون نداریم من یکی از دلایلی که آقای جوان دوست داشتم اینجا حضور پیدا کنم فقط این که باورهای مردم نگاه‌های مردم نسبت به این بچه‌ها تغییر کنه اینا در سن کودکی دوست داریم در آغوش میگیریم بغل میکنیم بوس میکنیم همون باورهای یتیم نوازی و فلان همین بچه بزرگ میشه قبولش نداریم میاد در خونه من برای ازدواج برای دختر منو بگیره من اگر بیام تحقیق کنم بگم تو بچه خوبی نیستی مثلا کار نداری شغل نداری فلان نداری به دختر نمیدم خیلی خوبه تا اینکه بگم چون بچه بهسیستی به دختر نمیدم چون بچه هستی که مثلا ضرب مسئله عجیب غریب که میگن سر سفره پدر مادر بزرگ نشده چی یعنی چی سر سفره پدر مادر بزرگ نشده یعنی چی با این باورها مثلا این بچه ها رو نمیپذیریم بزرگ میشن و خیلی تنهان ما تو مجموعه خودمون یه شعار داریم سه تا چیز باید برای بچه هامون فراهم بشه تحصیل، اشتغال، ازدواج تا اینها فراهم نشه هیچ بچه ای از مجموعه جدا نمیشه مگر خودش بنا به دلایلی که نمیتونم باز کنم خودش دیگه میگه آقا من میخوام مثلا مستقل زنه که خیلی یکی دو تا این اتفاق افتاده بچه میمونه تو مجموعه ما تا بتونه ازدواج کنه و مثل شیر پشتش پا میستیم برای ازدواج میرم خواستگاری سفت هستم شیم کم یه پدر هستم همه جور امشب که گفتگوی خندوانه ممکنه که نخندیم بلکه ممکنه گه من ببخشید نه این چیره نده خیلی هم درسته احساساتمون غلیان میکنه و چشمامون ممکنه خیس بشه احساساتی میشیم ولی خواهش هم اینه هممون بعد از گفتگوی امشب با یوسف یک تصمیم درست بتونیم ایشالله در کنار همدیگه بگیریم و اون عملیاتیش بکنیم تو هم ما رو راه ببر تو هم ما رو راه ببر بگو بعد چه کاره تو آدم با تجربه هستی در این سلامت. آره واقعا خب تو بگو ما میلیون ها نفریم 80 میلیون نفر آدمیم تو ایران چند تا بچه این شکلی وجود داره الان 10,000 نفر از این بچه‌ها تو مرکز نگهداری کودکان زیر نظر سازمان بهسیستی و انجی ها زندگی میکنن در حال حاضر 10,000 تا 80 میلیون نفریم چند میلیونمون دستمون به دهنمون میرسه چیز قابل توجه عدد قابل توجه هستیم چند نفرمون خیلی دستمون به دهنمون میرسه یعنی احتمالاً تا آرنج تو دهنمون میره تو کتف ولی حرفم اینه که بیایم به یه فرمول برسیم ما امشب با فرمول‌های تو آشنا میشیم فرمول‌های تو عملیاتین یعنی اینکه تو به ما میگی از نقطه آ میریم به نقطه ب این کارو میکنیم درسته به اینا برسیم بفهمیم چیکار بکنیم یه نتیجه‌ای بگیریم ازش خندوانه به شدت پای اینجور ماجراهای این چنینی رفتارهای اجتماعی وامیستیم واسطاده تا الان یکی از اتفاقات بسیار مهممونم این بود که همین چند وقت پیش از توی عید شروع شد پیمان مادی عزیز که اومد گفتش که برای بچه‌ها بیان یه کاری کنیم برای بچه‌های بی‌بزاعت یه کدی رو گذاشت 3780 3095 مربع همینو می‌خوایم بریم بله. دیگه تعدد ایجاد نشه گیج بشیم با همین کد لطفاً هر روز به این فکر کنید که اگر می‌خواید جای صدقه بدید می‌خواید کاری بکنید 1,000 تومان ماهی 1,000 تومان اصلا هر نفر ماهی 1,000 تومان واریز بکنه به این 3780 3095 مربع ما با این خیلی کارا میتونیم بکنیم امشب هم از یوسف یاد میگیریم که واقعا شکل‌های مختلف عملیاتی کردن این چیه ما یه هدیه ای هم به شما دادیم از همین پولی که بله. مردم جمع کردن بله. حالا اینو دیرتر متوجه میشیم این چیه و چه اتفاقی افتاده یه 213 میلیون تومان بله. بله. تقدیم مجموعه تو شده که ساختمونی رو بله. 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 موتورش روشن بشه خب برو بریم ادامه بده نگاه کنید من ما راجع این بچه‌ها عرض کنم ما روزی که کارشون حالا
تیمی که کارو شروع کردیم تحقیق کردیم که این بچه‌ها چی رو از دست دادن. آره. خب یک چیز مقدس به نام خانواده. بله. پدر مادر نه، خانواده. خانواده میتونه یک خانواده پدر مادر هم توش نباشه یا پدر نباشه، ولی خانواده هست. بله. یک چیز مقدس به نام خانواده رو از دست دادن، خانواده باید بهشون برگردونده بشه. شکل قشنگ این برگردوندن خانواده اینه که یک نفر بیاد فرد سرپرستی که از اینا رو به عهده بگیره. شکل بسیار زیبا. و برداره ببره خونه‌اش؟ ببره پیش خودش. آها. تو یه خونه 40 متری. تو یه خونه 30 متری، ولی با یه پدر مادر در یک قالب یک خانواده. این چقدر سب کنم اینو به راحتی در اختیار میذارن بچه رو برای یه خانواده بله شرایطی الان تو سازمان بهسازی فراهم شده، خیلی هم شرایط الان بهتر شده نسبت به قبل، خیلی هم بهتر شده الحمدلله، مسیر فراهمتر کردن که این اتفاق، این خیلی خوبه. آره. شکل قشنگه. آره. شکل دومش دیدیم خب نشد بنا به دلایل مسائل قانونی، خیلی چیزا این اتفاق. آره. ما مجموعه خودمون رو میکنیم خانواده، اومدیم یعنی. خانواده رو تعریف کردیم. خانواده یعنی چی؟ خانواده هر میشوق خانواده تابلو نداره. تو هیچ خانواده نمیزنن خونه یوسف اصلانی. آره. خونه مثلا خانواده تابلو نداره، مثلا خیلی فیزیک خانواده شبیه خانواده شبیه اداره نیست. ما تو مجموعهمون چیزی به عنوان اداره نداریم، دفتر مدیر، دفتر هیئت مدیره، دفتر هیئت امانه، دفتر روانپزشک، دفتر روانشناسی، دفتر مشارکت مردمی، فعلا هیچ. بیایید ببینید یک خانواده ساختمون اداری و چارت اداری وجود نداره، اصلا وجود نداره. خونه است، یک خونه است. مهمونا هم وقتی تشریف بیاره دوستان اومدن توی مبلی که بچه‌ها پای تلویزیون، یکی تو اتاق خوابش، یکی اونور، یکی داره تو آشپزخونه چای برام میده، یکی فلان، یکی داره درس میخونه، یکی از باشگاه اومده، یه چیز اصلا یه چیز عجیب غریب، یعنی باور نکرده. دوست دارم بیای ببینین نزدیک 60-70% بحرانای روحی بچه‌ها حل شد وقتی خانواده بهشون برگردونه شد، وقتی دیدن من ساعت 2 نمیرم این تو میمونه. همون توی؟ آره هستیم کنار هم دیگه، ولی دیدن نگهبان دم در نیست، دفتر مدیر نداریم که مثلا بچه بخواد بیا داداش یوسفش رو ببینه حتما در بزنه وقت بگیره هم منشی من برم داداش یوسف رو ببینم، تمام این رو رفته شد دور. یک خانواده که لذتش هم داریم الان میبینیم بچه به آرامش میرسه. تو با خانمی تو بچه‌ت کجایی؟ یه خونه نزدیک خونه بچه‌ها، ولی همیشه کنار بچه‌ها. خانمم هم بله، به خانمم زنداداش میگن، بچه‌ها به من میگن داداش. مقدادم اونجاست؟ مقدادم میاد میاد میره؟ آره بچه‌ها صد مستقل با اون ارتباط 150 تا عمو داره. 150 و پشتش انا، یعنی بچه‌ها مثلا امروز من مثلا پسرم زنگ زد به من گفت بابا این اسامی بازیکن فلان تیمو برای من اس ام اس کن. گفتم بابا من الان حضور ذهن ندارم که مثلا امیرحسین پسر بزرگ منم 20 سالشه. گفتم امیرحسین سری برای مقداد اینا رو اس ام اس کن، مقداد منتظره. یعنی خیلی، یعنی رابطه صمیم، مثلا روز مادر همین بچه‌های بزرگم یه جشن فوق العاده برای همسر من گرفتن، دعوتش کردن، کادو هدیه فلان، غذا خودشون درست کرده بودن. آره به منم هر چیز زنگ زدن بیا پاشو بیا، من کار داشتم نتونستم بیا. خانم گفت بابا میمونه. گفتم روز مادره با تو کار دارم، با من چه کار دارم میشه، روز پدر من در خدمتشون هست. خیلی این فیزیک خانواده و این رابطه صمیمی که بین من و دوستانم و بچه‌ها هست خیلی از مشکلات روحی بچه‌ها رو از بین برد، خیلی به آرامش رسیدیم. فقط الان چیزی که میمونه باورهای مردمه، نگاه‌های مردمه. آقای رامبد این بچه‌ها خیلی بچه‌های سازمان بهسازی خیلی کارهای بزرگ برای این کشور کردن. خیلی کارهای بزرگ برای این کشور کردن. من یه روز به طور اتفاقی دنبال الگوسازی بودم برای بچه‌ها که بچه‌ها خودشونو باور کنن. بچه‌های بهسازی متأسفانه باور ندارن به خاطر نگاه‌های بعدی که مثلا من یه روز که خیلی اینه تا الانم این اتفاق میفته. مثلا می‌بینم مثلا مددکار مرکزمون یا مادر یا مرکز فلانی ها مثلا فلانی ها فلانی دیر میان مدرسه، ساعت 12 تعطیل میشن، چرا ساعت 1 و نیم میرسن مدرسه خونه؟ گفتم خب نشون میده که جایی دارن میرن. خب من پاشدم رفتم مدرسه، خیلی نامحسوس اینا رو تعقیب کنم که کجا میرن کجا میان، خیلی حواسم بهشون از خودشون هم میدونن. بعد دیدم از مدرسه میان با رفقا از مدرسه میان بیرون، ولی یواش یواش مثلا مسیر خونه اینجاست، اینا یه دور اینجوری میزنن یواش یواش از همه جدا میشن که کسی نبینه اینا کجا زندگی میکنن. آها، خجالت میکشن. خجالت میکشن. بعد دیگه چرا نباید باید خجالت بکشه؟ بعد میگم خب چرا خجالت میکشی؟ خب میگه بابا به من میگن بچه بهسیستی. آخه چرا بهشون میگیم بچه بهسیستی؟ چرا باید بهشون بگیم بچه بهسیستی؟ چی هن مگه؟ به خدا قسم نمیدونی چه نعمت هایی هن به امیرالمومنین.
ما دیدیم اینجوریه. اون سال شروع کردم گفتم ببین الگو سازی کنم آدمای موفق تو این کار، که بچه‌ای که موفق بودن تو این کار رفتن به جای رسیدن صداشون کنم بیا آقا شما به کتاب بنویس تو بعد دیدم هیچ کی حاضر نیست، هیچ کی حاضر نیست بیاد. او چرا بیا گذشته تو؟ نه ما گذشتم فرار دارم میکنم. اونم نه به خاطر اینکه فاز جایی که زندگی میکرده بد بودا، به خاطر اینکه نمیخواد مردم بدونن این بچه پرورش کو بچه بیست. یهو متوجه شدم که هم به طور اتفاقی روی میز یکی از مددکارای بهسیستی نوشته بود که فرزندان شهید بهسیستی. منم به شهدا فوق العاده علاقه دارم، فوق العاده علاقه دارم. بعد گفتم خانم فلان اینا پرسنل بهسیستی ان که رفتن شهید شدن اسم؟ گفت نه اینا بچه‌ای که تو بهسیستی زندگی میکردن. آره بچه‌های پرورشگاهی. گفتم مگه داریم هم چیزی؟ گفت بله، سه تا چهار تا رو به من اسامی رو داد. اسامی رو داد انگار یه تلنگری تو. من شروع کردم به تحقیق کردن راجع به اینه که ببینیم چه عینا هست بادم یا نه. دیدیم بهم الا ماشاءالله. آره تو استان تهران به 35 اسم رسیدم. 35 از بچه‌های بهسیستی که رفتن تو استان تهران شهید شدن. رفتم بنیاد شهید اسامی رو میدادم میگفتم این بچه شهید شده. در میورد پرونده به دلیل عدم مراجعه والدین پرونده مسدود میباشد. میگفت شاید هم شهید نشده. ولی یه تاریخی اعلام کردن که مثلا شد. ولی هیچ چیزی دیگه ازش نداریم ما. خلاصه با دوستان سال 83 بود فکر کنم کل قطعات بهش زهرا رو ما گشتیم. دونه دونهشون تو بهش سرا پیدا کردیم. دونه دونه این شهدا رو تو بهش سرا پیدا کردیم که یک گوشه دفن شدن. سالهای سال که چشم انتظار حضور مادرشون تو مرکز بودن. شهید هم شدن همچنان هم چشم انتظارن که یه مادر هم نمیره این سنگو بشوره یه سری بزنه این بری یه دعایی بخونه بری. آره بعد دیدم هجله‌هاشون مثلا عکسشون داره از بین میره. من یکی دو بار اونجا دستگیر شدم عکسار هجله‌ها رو وام می‌کردم این عکسار در بیارم به جرم آلمیون دوزی. یکی دو بار منو گرفتن گفتن داره یه حرکتایی می‌کنه که بعد رفتم نامه رسمی آوردم که آقا دلیلم اینه. خلاصه آثارشون رو جمع کردیم عکسشون در آوردیم بازسازی کردیم ترمیم کردیم دوباره گوشیم تو هجله‌هاشون هجله‌هاشون رو مرتب کردیم. استانای دیگه رفتم 85 تا شهید ما این بچه‌ها بسیسی داریم که رفتن جبهه شهید شدن. چند درصد یک خانواده میشه؟ اون زمان جنگ من فکر میکنم حدوداً 1000 تا ما از این بچه‌ها داشتیم. 85 یعنی حدوداً 10 درصد یک خانواده رفتن برای مملکت زحمت کشیدن. ما قبولشون داریم به عنوان خانواده شهید. یه چیزایی هم شنیدم که نمیخوام بگم که مثلا گفتن نه نه شاید اون از زندگیش فرار کرده. گفتم اگه من برم شهید شم من فرشته آسمانی بودم، ولی اون از زندگیش فرار کرده رفته جبهه خودکشی کنه. اینو شنیدم ها. میگم بابا چرا داریم حالا اونم بابا رفته برم افتخار کنیم بهشون. ما دو تا مادر شهید گمنام و من یه تحریه تو ذهنم بود دوربینه توی یه وضعیتی قرار بگم ببخشید یه ذره شماها داره اینجوری شل میشین پاشیم تو ادامه بده من تو هم پا میشیم. خب بگو یه ذره واسطه حرف بزنیم چه ایراد داری؟ خب بگو. بله من یه سری پدر و مادر شهید داریم ما. این طفل هم مثلا سالها چش انتظار بچه هاشونن شهدای گمنام بچه هاشون نیومدن حتی قبری ندارن که برن سر قبر این بچه درد دل بله. کنن. از اون طرف هم ما این بچه ها رو داریم که سالهای سال چشم انتظارن که یکی بره سر قبرشون ناله کنه. من با دو تا مادر شهید گمنام صحبت کردم که اینو تو تلویزیون پخش شد چه صحنه قشنگی شد. رفتم گفتم مادر اینجوری جریان تو بیا سرپرستی این بچه شهید ما رو به عهده بگیر. برو سر قبرش هم عقده دلتو وا کن همون بذار بعد از سالها یه مادر سر قبر این باشه. یه صحنه‌ای اتفاق افتاد که وقتی مادر شهید و پدر شهید من بردم سر خاک این قبر گفتم تو این دیگه فرزند خونده تو میشه این شهید. اصلا یه صحنه‌ای عجیب غریبی آره. یه صحنه‌ای که عشق بود ولی عشق شوق بود و قاطی آره. شدن عشق و خنده اصلا یه چیز عجیب غریبی. خیلی دوست داشتم این اتفاق برای همه شهدا بیفته. ما اینو تو خندوانه مطرحش کردیم. بله یادمه. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خیلی مختصر بود. چی کار کنیم که این کامل شه تموم شه؟ همین یه روز همین جمعی که اینجا هستن 80 تا مادر شهید گمنام بیاد اینجا. آها بیاد اینجا. خب این شهدای بهسیستی من عکساشونو میگیرم تو این هماهنگی رو انجام میدی؟ آره من میتونم این کارو کنم فقط بجنبی مادرای شهدا دارن عبه میرن. آها آره خیلی یعنی بیان اینجا اینا سر خیلی زود نه آره خیلی زود این اتفاق میفته.
این عالیه. آره بابا بفرمایید. کفشای جیر خریده اضافه با نمک، کفشای جن کوچیکه اینو اضافه میگه، باید بدوزه کفشو دو تا کفش دیگه. خب خدا موقع پا کوتا تخ میزنه بدونه، تخ میزنه تونه بدونه، تا بخونی سر سبونه. کله کله موشه ها پا نمیارم، دنبرم سر میکشم نصف قطارم. یوسف جون بگو چی کار کنیم؟ یک دو سه نگاه کنید الان اینجوری مثلا بگیم که آقا هر چند نفر اگر یه نفری میتونیم یه خونه ای رو اجاره کنیم، درسته؟ یه همچی کاری من باید بکنم؟ مثلا من یه خونه ای رو اجاره کنم برم به بهزیستی بگم نگاه کنید الان به مرکز بهزیستی تعداد بچه هاش مثلا 20 تا بچه توی مرکز زندگی میکنه، این اگه بشه 10 تا فوق‌العاده تر میشه، اگه بشه 5 تا فوق‌العاده تر میشه. بعد شرایط بهزیستی اینه که باید یه NGO به صفت برسه، خب. یه خیریه به صفت برسونی بیای تو قالب اون خیریه بگی آقا من یه مرکز نگهداری میزنم 5 تا بچه رو بدید من نگهدارم. خب من حالا نخوام این NGO بزنم و اینا، میتونم بیام از طریق تو این کار انجام بدم؟ از طریق خودمون نه، ما این اجازه این کارو نداریم. تو قالب سازمان بهزیستی باید این اتفاق، فرزند خواندگی تو وظیفه ما نیست، فرزند خواندگی تو قالب سازمان بهزیستی اتفاق میفته. خانواده‌ای که دوست داره این اتفاق بیفته میرن سازمان بهزیستی میگن ما میخوایم سرپرستی اولاد به عهده بگیریم، اونا تحقیق بررسی کارا رو انجام میدن، بعد به ما معرفی میکنن که شما میان بچهای شما رو میبینن. خیلی هم بده که بیان ببینن انتخاب کنن، این هم یکی از پدیاز. آره که این انتخاب خیلی چیز زشتی. آره دیگه، مثلا من خودم تا زمانی که بچه دار شدم تا زمانی که برم تو اون اتاق بچه رو ببینم وحشت داشتم که چی میخواد بشه. ولی چرا اینجوریه؟ من اولاد دار نمیشم، بچه دار نمیشم، بعد وقتی میخوام برم یه بچه رو از بهزیستی بگیرم، اونی که تو ذهنم رو دنبالش میگردم، پسر باشه، دختر باشه، سفید باشه، سبز باشه، چشش باشه، آبی باشه. آره اصلا طرف اومده میگه من چند ساله دارم مجوزم گرفتم دنبال بچه سبزه میگردم. به قرآن قلبم میگیره به اول فصل. نگاه این چه اتفاق میفته، اون بچه طفل معصومه کوچولوئه که بیمهری مادر پدر فوت پدر تازه میشه مددکار که مشکل من حل کنه. ولی اگه من بخوام مشکل اون حل کنم دیگه اون موقع انتخاب نمی کنم، هر کدوم مشکل دارتره رو به من بدید. مثل این بچه هایی که پیش ما هستن. از این 146 نفر چند تاشون معلولن؟ 28 تاشون. این بچه های معلول بچه هایی هستن که اولا ذهنی هم هستن؟ کم توان ذهنی هستن، ذهنی نیستن، مرزی هستن، بین ذهنی. یه تعداد بچه هایی هستن که بنا به هر دلایلی دارای معلولیت هایی هستن. مثلا شما دست نداره، پا نداره، یا دو تا دست و پا رو نداره، یا از دو تا دست و یه انگشت داره که به اینجا چسبیده، ولی اینقدر باحالم خدا رو شاهد میگیرم، خدا یه چیز عجیب خیلی. الان من به خدافظی از اونها اومدم گفتم بچه من دارم میرم، دعا کنید، دعا کنید که دارم میرم خندوانه. بعد کلی هم مسخرم کردن، کلی هم بهم خندیدن. آره این طفل معصوم ها حالا بنا به هر دلایلی تو سازمان بهزیستی زندگی میکنه. خب تو اینا چون کسی رو ندارن، نگاه کنید فرزند خونده ای هم شامل کسی میشه که هیچ کی رو تو دنیا نداره. مثلا ثابت شده برای سازمان بهزیستی و مددکاره که پدر مادر نیست، این باید بره فرزند خونده. اینا هیچ کی رو ندارن ولی فرزند خونده نمیشه، چون من دارم انتخاب میکنم، من اونی که دوست دارم و میرم انتخاب میکنم. خب اینو بیا انتخاب کن ببر. من پسر دارم الان به بهرام پیکاسو ایران معروفه،
دو تا دست قطع، یه پا قطع، با یه دستو دن اینجاش نقاشی میکشه برای شما. سال گذشته به عنوان نماینده ایران دعوت شد هلند برای شرکت توی نمایشگاه نقاشی. ماشاءالله. من یاسین یکی از پسر بزرگمه توی معلولا، این اوایل سال گذشته به من گفت داداش 4-5 ماه با من کار نداشته باش. گفتم خب یعنی چی کار نداشته باش؟ گفت دیر میرم، دیر میام، ساعت 2 نصف شب. گفتم نمیشه که کار باید نداشته باشم. گفت بابا به من اعتماد کن، به من اعتماد کن، 4-5 ماه منو ول کن، بذار با حال خودم باشم. این چند سالشه؟ الان یاسین 17 سالشه. خب 17-18 سالشه. گفتم خب یاسین مثلا چه کار؟ گفت هیچ، تو رو خدا تحقیقم نکن، خراب نکن کارمو، گن نزن بهش. گفتم بابا آقا نمیشه که من ولت کنم به امون خدا، فردا میری معتاد میای بیا درستش کنم. گفتش نه تو خیالت راحت، 4-5 ماه اعتماد کن. من با خانمم مشورت کردم، با دوستان مشورت کردم، گفتم ول کن، اعتماد کن دیگه. اعتماد کردیم و بعد 4-5 ماه اعتماد کردیم به این بچه و این میرم. بعد میدیدم با احسان علی خانی تماس میگیره، به احسان زنگ میزنه، بعد با احسان صحبت میکردم، احسان گفت ولش کن، کارش نداشته باش. گفتم آقا چیه جریان؟ گفت ولش کن دیگه، منم نمیتونم بهت بگم کاری باشه، ما هیچی، ما کارش نداشتیم. احسان یه خود احسان به اتفاق یکی دو تا از دوستان سال یه دفعه یه حرکتی میکنن، خیلی کار این بچه‌ها رو دعوت میکنن تو یه هتلی تو شمال، 3-4 روز این هتل قرق این بچه‌هاست، یه هتل شیک و مدل تو فصل پاییز این اتفاق میفته تو هتل قرق، خیلی قشنگه. اون بچه‌ها میرن اونجا دیگه، اون هتل هم مثلا حتی یه جالب بود صحنه دینا، مثلا حتی مشتری هم برای اونجا میومد، صاحب اون هتل خدا حفظش کنه آقای رود برکه میگفت آقا ما امروز پذیرش نداریم که این بچه راحت باشن. امسال انداخت شهریور ماه، گفت شهریور بیایید، شهریور بیاید. ما شهریور خوره بارمندیل بستیم رفتیم اون هتل رو. پارسال یعنی پارسال همین شهریوری که گذشت رفتیم اون هتل رو. 9 شهریور تولد منه که هیچ موقع یادش نمیره بچه‌ها، نه تولد من، نه تولد، نه روز پدر، نه روز مادر. روز تولد روز 9 دیدم اوضاع یه جوریه، هی منو دارن میپیچونن که برو بیرون دیگه، چی میخوای باشه، برو با خانمت خرید مرید. یه خانم گفت بیا بریم، اینا میخوان برای تو جشن مثلا تولدت بیا بریم بیرون. خلاصه ما رفتیم بیرونش، برگشتیم دیدیم بله، خود بچه‌ها زحمت کشیدن، خود آقای علی خانی مراسمی و جشنی و فلان، بهمون هدیه رسید به کادوی تولد. کادوی تولد این آقای یاسین خان ما 4-5 ماه هماهنگ کرده بود، یه استودیو گرفته بودن، خواننده نوازنده فلان بهمان، یه شعر یه شاعر براش گفته، افتاد به شاعر گفت یه شعر بگو راجع به خودش خودم. این آقا هم شروع کنه به خوندن، یه گروه خیلی یه شعر راجع به خودم و خودش خودم و خودش خونده بود اونجا، اجرا کرد، هدیه داد به من. اصلا باورتون نمیشه آقا، اصلا نمیدونم چه حالی داشتم، مثلا چطوری میتونم این هدیه رو حذف کنم، چه کار کردی با من یاسین، یعنی تمام این سال، یعنی کی جرأت داره سر شما منت بذاره که برای شما داره کار میکنه؟ کی جرأت داره؟ کی میتونه؟ اگه براش دست بزنیم برای یاسین. بله. می‌خواستم. ماشاءالله بهشون. ماشاءالله. راجع به مرکزی که دارین، ساختمونی که دارین میسازین توضیح بده لطفا. این ساختمون مجموعه ورزشی تفریحی درمانیه. نگاه کنید جرقه این کار کجا خورد. من همیشه گفتم خیلی ما تلاش میکنیم که جاده ها و خیابون ها و راهمون مناسب سازی بشه برای حضور معلولین، خیلی واجبه، ولی قبل از مناسب سازی خیابون ها ذهنمون باید مناسب سازی بشه. مثلا دست اندازه را کلم وردارم، یا آسانسور تو مغزم بذارم، یه رمپ تو مغزم بذارم، اول معلول بپذیرم، این نظر ذهنی من خودم بپذیرم معلول، بعد بیام خیابونا بگم حالا بیام. ما این بچه ها میریم استخر رامون نمیدن، رامون نمیدن. چرا؟ بد نیست بگم؟ نه. میگن مشتری ما کم میشه، خطرناکه. میگم بابا تو ولش کن، ذهنتو ببذین، بچه بیاد با یه انگشت میره تو شنا، با یه انگشت شناگره. رامین من دو تا انگشت داره مثل ماهی شنا میکنه، دو تا انگشت داره با یه مثل ماهی شنا میکنه. این اصلا لازم نیست مسیر براش مناسب سازی کنی، ذهنتو مناسب سازی کن، راش بره به تو استخر. مفتی هم نمیام پول میدم،
نمیگم بچه یتیمم فلانم به من تخفیف بده پول، نه اجازه بده یه سانس آخر شب بیا، نمیخوام کنار بقیه میخوام بیام، میخوام بچه رو از جامعه ایزولش نکنم، این بره کنار بقیه اشنا کنه. راه نمیدن یا اذیت میکنن. یه جا که خیلی بد شد، خیلی دو سه بار اشک من بچه‌ها رو تو استخر در آوردن که ما برگشتیم که چی، راهم نامون ندادن، بچه چسبیده من گریه کرده، درگیر شدم چرا راهم نمیدی، من پول دادم راهت نمیدم آقا شب بیا، یه سانس جدا برات میگیرم. این اتفاق افتاد، ما گفتیم بابا اینا نمیشه اینجوری، ما بیایم یه حرکتی بکنیم، یه فضایی رو خیلی شیک و مناسب و با علم روز دنیا برای معلولین، یه دونه مجتمع تفریحی ورزشی ما محوریت استخر و درمانی برای معلولین جسمی حرکتی و ذهنی بسازیم و روز اول، فقط روز اول، روز افتتاحیه که انشاءالله فروردین سال آینده باشه، دم در ما میستیم و هیچ سالمی رو راه نمیدیم. هیچ کی حق نداره، تو دست و پا داری برو، تو نمیخواد بیا اینجا، فقط اینجا مال ما، سلام من خودم معلولم. و ولی بعدم دیگه دیوونه است واقعا، نه من اونچرا عشق جنون یه عشق مجنون. بعد شروع کردیم به ساخت این پروژه، قرار بود یه 100 متر بسازیم برای خودمون، 100 متر 200 متر 300 متر، رسید به یک پروژه 5000 متری تو 5 طبقه که استخر ویژه خانم ها، ویژه آقایون، استخر طبقاتی داره ویژه خانم ها، استخر پایین ویژه آقایون، کاردرمانی، فیزیوتراپی، آدرمانی، دندان پزشکی، ویژه معلولین ذهنی. یه معلول ذهنی اگه بخواد بره دندان پزشکی باید اتاق عمل جراحی باشه و متاسفانه خانواده ها به خاطر مسائل مالی شاید این کار نبود، اینجا چند تا اتاق عمل جراحی برد. این کار رو شروع کردیم، الحمدلله رب العالمین سال گذشته استارتش دادیم و الان 50-60% پروژه پیشرفت داشته تا به یه بنبستی خوردیم که خدا شماها رو به ما رسوند. استارت کار 4-5 روزه خیلی قشنگ خورده با این کمکی که به این پروژه شد، مردم این کار کردن، دست همه تون درد نکنه. الحمدلله این کار شروع شد و اگه خدا بخواد حمایت‌های شما عزیزان و مردم باشه، فروردین ما این افتتاح میشه. سه تا هدف داره. هدف اول خدمات رسانی شیک و مناسب و بدون نگاه بد به معلولین جامعه که راحت میان اینجا با فراغ باز یه سرویس میذاریم، میره معلول از در خونه سوار میکنه. پدر مادری که معلول تو خونه دارن خیلی عذاب میکشن که چرا بچهشون بیرون نمیره، بچه رو سوار میکنه میاره تو این استخر، کار درمانش انجام میشه، دندون پزشکی داره، کار درمانی، فیزیوتراپی، شنا، خوشگل، شیک، برمیگره در خونش. هدف اصلیمون اینه. هدف دوممون اشتغال زایی برای 60 از بچهای بهسیستی، کل پرسنلی که تو این پروژه به اجتماع امروزه بعد از افتتاحش میخوان کار کنن بچهای بهسیستی ان، 30 تا آقا پسر بهسیستی که پسرای خودم مثلا الان بزرگ شدن تو رشته‌های غریق نژادی، مربیگری، شنا، تأسیسات، نگهبان، مدیر، حسابدار، همه بچهای بهسیستی. 30 تا پسرای خود من که الان نیاز به بازار کار دارن، 30 تا دختر خانم هم از بچهای دختر خانمای خوب و عزیزی که الان تو مرکز بهسیستی دارن زندگی میکنن، اینها رو 2-3 ماه مونده به افتتاح این پروژه، این 60 تا عزیز رو میفرستیم برن تو بهترین آموزشگاه‌ها آموزش ببینن، مدرک بگیرن، با مدرک‌های تأسیسات، با مدرک غریق نژادی، با مدرک مربیگری شنا، با مدرک فیزیوتراپ، کاردرمان، بیان تو این پروژه مشغول به کار بشن، حقوق خوب قشنگ، قسمت دوم زندگی بچهای بهسیستی حل بشه، زندگی، اشتغال و ایشالله بعدش ازدواج. هدف سومش هم ایشالله با درآمدی که از این پروژه در میاد مؤسسه به اجتماع امروزا به خودکفایی برسه که ایشالله یه به قول معروف درآمد با عزتی و اداره این زندگی این بچه‌ها و ایشالله بچهای دیگه که سالهای سال دیگه میخوان تو این به اجتماع امروزا به این بچه‌ها اضافه بشن. دمت گرم. یه تشریف بریم. آقا ما همیشه در خندوانه از مهمون یه قول میگیریم، درسته؟ که چی کار میکنی که بیرون از اینجا باعث بشی که یک نفر تا چند نفر احساس و خوشحالی کنن. بله؟ خب من میخوام بگم که امشب تنها شبیست در کل این چند صد قسمت خندوانه ما میخواییم به شما قول بدیم. شما قولاتو دادی، عملم کردی. ما خندوانه‌ای ها قول بدیم پای تو واستیم، پای این پروژه واستیم، ما کمک بکنیم، هممون، دوربین با من باشه، ما هممون همون پروژه که پیمان راه انداخت، ستاره 780 ستاره 95 ماه به ماه پول می‌ریزیم هر چقدر که زورمون برسه، هممون
هممون ماهی 1000 تومن نفری. خب پول میریزیم و قول میدیم باعث شیم این یعنی کمک کنیم هممون کنارت واسه این پروژه تموم شه. نه این کارو میکنیم. من قول میدم، من از طرف همه خندوانه یه قول میدم که این کارو میکنیم، چون واقعا ثابت کردیم، همه شما ثابت کردین که یک جاهای انقدر درخشان و باهوش عمل میکنی و کنار یک موضوعات اینچنینی انسانی میستین که هیچ کس توان مقابله با شما رو نداره. من الان این کار رو دوباره انجام میدم چون قبلا این کار رو کردم. میزنم ستاره 780 ستاره 95 مربع. میبینین اینو؟ این معلومه الان؟ دوربین داره خوب میبینه؟ خب میزنم میرم این تو. کمک به کودکان بی‌بزاد، لطفاً مبلغ را وارد کنید. بیاین امشب هممون یا 5000 تومن یا 10000 تومن واریز کنیم. خب ماکسیمومی هم که میشه واریز کرد 200000 تومن تو هر نوبته. من الان یه 200000 تومن واریز میکنم. اونایی که میتونن 200000 تومن، اونایی که نمیتونن 10 تومن، اونایی که نمیتونن 5 تومن. دیگه پایین تر از این خودتون روز نکنید. دیگه 5 تومن هیچی نیست دیگه. الان یه 5 تومن. این همه بحث قشنگ و این همه بچه منتظر و این پروژه بسیار بسیار واجب و درجه یک، دیگه مینیمم 5 تومن. همین الان واریز کنیم بره. دیگه آها، مبلغ 2,000,000 ریال تایید یک یا 5 یا 10. چیز شماره کار قبلا دادم، رمز دوم. اینا چیزای خصوصیه، عوض میخوام. انجام شد، متشکرم، با موفقیت. همین الان بهتره کنید. آقا رکوردی که شما شب اولی که پیمان گفت گذاشتین تو 45 دقیقه 350 میلیون تومان پول واریز شد. یعنی دیگه نمیشد رفت توش. انقدر سرعت عمل و هجوم این ماجرا و ورود به این سامانه انقدر زیاد بود نمیشد رفت. چند بار هنگ کرده بود اصلا گرفتار. خب یه ماجرای فوتبالی داری؟ من یه اتفاقی افتاد برای بحث فوتبال، یعنی عجیب غریب بود. ما این همه مکانی که الان بچه‌ها زندگی می‌کنن ما داشتیم می‌ساختیم. به یه بنبستی رسیده بودیم، مشکل مالی شدید داشتیم. تلفن من زنگ خورد، همیشه به مومو رسیده ولی پاره نه. تلفنم زنگ خورد، یه آقای برگشت گفت، آقای اصلانی، گفتم آقای کیروش میخوان شما رو ببینن. منم گفتم بچه‌ها دور و بریام دارن شوخی میکنن. گفتم من با بارسلونا قرارداد بستم و قطع کردم. بعد دوباره زنگ زد، آقا مگه من با تو شوخی دارم؟ گفتم آقا من آخه چه رفتی به فوتبال دارم؟ آقا فوتبال بازی میکنم. در نه در این سطح، در سطح آقا چه؟ بعد گفت آقا میخوام شما رو ببینیم، شما میاد یا ما بیام خدمتون؟ گفتم من خدمتون میرسم. آدرس داد، ما پاشیدیم رفتیم اونجا. بله دیدیم آقای کیروش نشسته بودیم، دو تا از دوستان ورزشی هم بودن و سه تا بازی مونده بود تیم ملی برای جام جهانی. بله آقای کیروش گفت من همه کارو برای تیم کردم، کمکم کن ما بریم جام جهانی. گفتم من چیکار میتونم بکنم؟ من هنوزم هنگم، چیکار باید کنم من؟ گفتش که شما اون موقع 100 تا بچه بود، این 100 تا با این 100 تا بچت کنار ما باش، اسپانسر معنوی تیم باش. بعد گفتم آقا کیروش خب ما تو اعتقاداتمون خیلیه که مثلا این بچه‌ها اینجوری ان. گفت ببین انرژی این بچه تو همه جای دنیا یه جوره، اینا یه انرژی دارن، این بچه‌ها کوهو میتونن جابجا کنن. اگه تو با ما باشی ما میریم جام جهانی. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت کنار تیم ملی باش، بیا تو کمپ تیم ملی، بیا تو تمرین بازی، ما میایم اونجا فلان، بهمون همه این کارا رو بکنیم. گفتم به شرط رسانه‌ای نشدن، چون تصویر بچه‌ها تو تلویزیون روزنامه دوست ندارم بیفته، اینا دارن کنار مردم عادی زندگی میکنن. فرد قبول کرد، گفت باشه ما فقط میخوایم بریم جام جهانی. قبول، همین اتفاق باید بیفته. گفتم چیکار کنیم؟ گفت یه روز بیا سراغ ما، پاشو بچه‌های تیم ملی رو بیار یه راست تو مرکزت. بچه‌ها هم ما همه این مجموعه که تو سمت منطقه 17 داریم، یه زمین فوتبال هم داره، همه بچه‌ها رو جمع کردیم اونجا. رفتیم آقای که اونم به بچه‌های تیم ملی نگفت، ما هم به بچه‌ها نگفتیم چه اتفاقی می‌خواد بیفته. آقا یه دفعه همه امضا بگیرای مثلا برندای کشور یه دفعه وارد مرکز شدن. نمی‌دونید این بچه‌ها با اینا چه کار کردن.
این چه طرز بازیه، چه کار دارید؟ بازی با لبنان مثل اینکه خراب کرده بودن. این بچه ها هر چی که تونستن به اینا گفتن. اسپانسرهای معنوی. هر چی که تونست. اصلا بچه تیم ملی شوکه شدن. شوکه شدن. بعد این سر وضع معلوم، اون یکی فلان. بندگان خدا دیدیم دونه دونه گوشه کنار این مجموعه دارن گریه میکنن. آقای کیروش جمعشون کرد همه رو یه گوشه، گفت ببین چه کسایی دارن شما رو رصد میکنن. شما سرباز و بازیگر کی کسایی هستید؟ باید به خاطر اینا برید جام جهانی. باید برید حتما. بعد اونجا هم یه تیم فوتبال درست کردیم، ما بچهای معلول یه طرف بودیم، من مربی بودم، کوچ میکردم، آقای کیروش هم اونور بود، ما هم سه‌ایچ بردیم. نه بابا فیلمش هسته هیچ بچه تیم ملی رو با بچه معلول رو خدا شد الله پای جوان نکونام رد شد یه گل زد خیلی خوش کرد کوچولو قشنگ. خلاصه این سه تا بازی آخر تیم ملی ما کنار تیم بودیم، کنار تیم بودیم تا رفتن قطر. بعد آقای کیروش اونجا اعلام کرد من پاداش برد با قطر رو میدم به بهشت امام رضا. هر چی با اگه با قطر ما ببریم هر چی دیگه بچه ها سر تلویزیون فقط دست به دعا بودیم که ببرن اینا پاداشه رو بگیریم. پروژه هم خوابیده بود. خلاصه رفتن قطر، از قطر با ما تماس گرفتن که اصلا این کارهای عجیب غریب و اصلا باورم نمیشد. بچه ها فیلم بگیر برای ما بفرست، هر کدوم یه چی به بچه های تیم ملی بگن. گفتم آقا آره، گفتم آقا مثلا بازم رسانه، گفت نه امانت دست ما میمونه. خلاصه فیلم گرفتیم، بچه‌ها نشستن، یکی گفت تو رو خدا ببرید گل بزن، جواد دو تا بزن، نمیدونم آن دو این کارو کنن. من اون مسئول روابط تیم ملی که وقتی من دیدمش بعد اینکه برگشت، گفت بچه‌ها می‌خواستن برن تو زمین، آقای کیروش همه رو نگه داشت، گفت بشین فیلم دارتون براتون دارم. این فیلمو گذاشت و همین میگه با گریه رفتن تو زمین، میگه با گریه رفتن که یه بازی عجیب غریب کردن و بازی رو بردن و خدا رو شکر ما هم به پولش رو بردن دادن و دستشون هم درد کردن. آی شاو سنیه گیاشو بیار. عرض کنم که بذار اینجا، مرسی، ممنون، سپاس. به این پدر روز پدر رو تبریک میگیم، یکی از قشنگترین و نانازترین و خوشمزه ترین پدرهای یکی هممون باش آشنا شدیم. خدا حفظت کنه، دمت گرم، سلامت باشی. خدا بچه ها تو حفظ کنه. ما همه بچه های تو رو و همه بچه های بهزیستی رو خیلی دوست داریم، خیلی. خب یه لبخند 15 ثانیه‌ای باید بزنی رای جمع بکنی. من فکرم چیز کنه بد میشه، لبخند نمیشه بکشه، رای جمع کنه. نه خب گریه خیلی لبخند رقابت شدی. بریم، آماده؟ 15 ثانیه لبخند بزن. آماده؟ براش بشماریم، 1 2 3. 15 14 13 12 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14
دمت گرم. من یه قول میتونم بدم، یه کاری بکنم. من برنامه‌ریزی کردم برای این قوله. بگو. چرا که نه؟ ما انشالله 40 تا از بچه ها، نه بچه های مرکز خودمون، تو همین آینده نزدیک 40 تا از بچه های عزیز بهسیسی رو انشالله با هزینه مجموعه میریم پابوس آقای امام رضا. بخ. کی؟ همین همین سریع اتفاق میفته. دمت گرم. دمت گرم. دیگه کاری نمونده. سلام. چیزی نباید بگی دیگه. خلاصی ممنونه. آخه آقا هدی جان هندوانه من نمیخورم، یادم میره به مهمون تعارف کنم. تو رو خدا دست مودن نکن آقای جان. زندگی منو ریخ به همین. فراموش کردم. آقا ممنونم. به قول خدا. از خدا شاید. به جان خدا دست میگیرن منو. بس دست بگیرن. به خدا میگم. آقا بیا عزیز میگم. بکن بابا بیا. آقا. جبران کردم. بفرمید. جبران کردم نه. این هدیه 3780 مربع تقدیم شما. دست شما در مخلصم. مبارکتون بشه. یه کتاب بهت هدیه میدم. بسیار کتاب خوشمزه ایه. دست شما در میل کنید. و لوحمون که لطفاً یه جایی بذار که
جاش تو بهشت امام رضا. به به، خدا حفظ کنه. سلامت باشین. خیلی ممنون. یه چیزی هم میخوای بگی بگو. من بچه ها قول دادم بریم بیام و بگم، نگفتم. به من گفتن چجوری بگو. خیلی خب باشه. آره باشه، سب کن. به اونجا میگی، بگی یک دو سه، همه به اونجا. بچه برگردین همه رو به اون وقت، رو به اونجا، اونجا 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 قشنگ برگردین، همه برگردن رو به این دوربین. آها همه. آها تو میگی یک دو سه، همه ما میگیم بریم بیام. یک دو سه بریم بیام. یه روز که به اتفاق تعداد از این بچه های مجموعه بهشت امام رضا، همین کوچولوهایی که دارای مهارت جسمی حرکتی هستن، رفته بودیم استخ. متاسفانه حالا نمیدونم بود چه حساب کتابی بودیم، ما رو راه ندادن به خاطر این وضعیتی که این بچه ها دارن. و اتفاق خیلی بدی افتاد، بچه ها متاسفانه گریه کردن. هرچی ما اصرار کردیم که بابا ما بعد این از این استخ استفاده کردیم، هیچ فرقی با بقیه مردم ندارن این بچه ها. مثل بقیه هم با قلبای خیلی مهربون‌تر. و متاسفانه جلومون رو گرفتن و بچه‌ها خیلی ضربه سنگینی خوردن، جوری که یکیشون به من چسبیده بود فقط گریه می‌کرد. اون اتفاق به قدری برای ما سنگین بود که به اتفاق بچه‌ای که توی یتیمانه مجموعه هستیم گفتیم که یه غیرتی به خرج بدیم و یه دونه بسازیم، هم برای این بچه‌ها و هم برای تمام بچه‌هایی که به دلیل معلولیت‌های جسمی حرکتی نمیتونن از این اماکن استفاده کنن. اون موقع شما سالما رو راه می‌دین؟ بله، روز اول نه، ولی بعد دیگه آزاد. روز اول نه. به عقده تمام این سالهایی که رامون ندادن با حالت نمادین میخوام بگیم راتون نمیدیم، ولی نه، حضور همه اینجا آزاده. تا مدتی پیش بودن 10-15 روز پیش کاملا این پروژه خوابیده بود به خاطر مشکلات مالی که الحمدلله به برکت وجود برای بچه های خندوانه و مردمی که حمایت کردن از خندوانه شروع حال گرفت، جون گرفت و شروع به کار کرده و ایشالله خدا بخواد فروردین سال دیگه افتتاح میشه. این مجموعه دارای یک پروژه تفریحی ورزشی درمانی ویژه معلولین جسمی حرکتی و معلولین ذهنی که راحت بتونن یک روز شاد و برنشات اینجا داشته باشن، هم کارهای فیزیوتراپی، کار درمانی، آب درمانی، دندان پزشکی و یک استخر خیلی شیک و مدرن. زایای نخایی که گردن به پایین، گردن به پایین فلجن، حتی اونها میتونن از این استخر استفاده کنن و عموم مردم کنار این عزیزان معلول. خب خیلی عمالی. اون ساختمون خودتونه ها؟ اون ساختمون مجموعه بهشت امام رضا علیه السلام هستش که الان در اون ساختمون تعداد 50 نفر از عزیزان فرزندان ایتام معلول اونجا زندگی میکنن. فروردین سال دیگه انشالله. قول قول. دمتون گرم. سلامت باشید. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. احبا خدا رو شکر. دعوت میکنم از کمدین قشنگمون، کمدین امیر کربلایی زاده. وای چقدر خوشگل شد احمد جان. خانم ها آقای مردم خوب ایران سلام. سلام. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. میلاد مولود کعبه حضرت علی علیه السلام، روز پدر، روز مرد رو بهتون تبریک میگم. این اولین روز پدریه که بابا با اون کلاه نمدی و یک کاسه تخمه تو فاصله نیمتری نشسته تا کار من رو ببینه. من خیلی دنبال این گشتم که بابا رو کجا میتونم امسال پیدا بکنم. فهمیدم بهترین جایی که بابا رو میشه پیدا کرد همینجاست، کنار شما مردم خوب کشورم. و ایمان دارم که بابام همین الان پیش شما نشسته و ناظر به کار پسرش هست. بنابراین قبلش میخوام اجرامو تقدیم کنم. اجرای امشب پیشا پیش تقدیم به پدرم و همه پدرهایی که جسمشون پیش ما نیست اما روحشون تا ابد کنار ماست. بزن دست قشنگ.
روانشناسا و دکترها ثابت کردن که دنیای زنها و مردها با هم دیگه فرق داره. مثلا اگه یه زن و شوهر بغل هم دیگه وایسادن دارن به سقف نگاه میکنن توی جایی، بعد از 5 دقیقه تو ذهن خانومه این میگذره که 5 دقیقه وایسادیم یه ابراز احساسات نمیکنه، یه ذره محبت نداره، یه زنی که عزیزم حالت چطوره، از زندگی راضی هستی یا نیستی، واقعا حیف این زندگی با چنین مردی. دقیقا تو همون زمان تو ذهن آقای چی میگذره؟ این مگسه چجوری برعکس به سقف چسبیده؟ چرا جاذبه نمیندازتش زمین؟ اگه مگس میتونه چرا ما نمیتونیم؟ میدونید که خانوم ها در آن واحد میتونن چند تا کار رو انجام بدن؟ مثلا در آن واحد میتونن هم در حقیقت محاسبه کنن طلای خودشون و جاریشون رو، در آن واحد تو صفحات مجازی با خانم های دیگه راجع به بچه داری و آشپزی و سموم و اینجور چیزایی که به گیاهان میزنن اینا صحبت کنن، گردگیری هم بکنن. مثلا خانم داره یه شیشه دو جداره رو گردگیری میکنه، پاک میکنه، در درونش داره با جاریش حرف میزنه. نه تقصیر تو نیست، تقصیر خودمه، از اول به تو رو دادم، اگه از همون اول صدا تو نطفه خفه میکردم الان واسه من آدم نمیشدی. یعنی چنان شیشه دو جداره رو تمیز میکنه که شیشه دو جداره مادر مرده به حرف میاد. خانم تو رو خدا ببخشید، به خاطر من ببخشید، شما بزرگواری کنید، به خدا یه جدارم رفت چون که شما دارید تمیز میکنید، یه جدار دیگه نمونده. بیشتر ثابت شده این در دنیا که خانوم ها بهترین منشیای دنیا. چرا؟ چون میتونن در آن واحد هم به مریض وقت قبلی بدن به کسی که زنگ زده، هم مریض بعدی رو بفرستن تو، هم مریضی که اومده بیرون رو تسویه حساب کنن، هم در آن واحد مهمونی که اومده براشون اومده تو محیط کارشون باشون چاق سلامتی هم بکنن. میگی نه نگاه کن. بله بله شما ببخشید خب شما برای کی وقت میخواستید؟ چقدر اونجا شلوغه؟ کجاست اونجا؟ عروسیه؟ خب برید دم دشوری جایی که صدا کمتر بیاد. ببخشید شما آماده باش، شما آماده باش که آها خب شما الان کجایی؟ آن دم دشوری؟ برو تو، برو. خب چیکار کن؟ چه رفتی توالت؟ شما رو نگفتم بیا بیرون، چه خبری نیست، بیا بیرون، بیا بیرون. چند نفری شما؟ با جاریتی؟ آها با جاریتی. شما 35 تومن بده به ایشون. خب بقیه شو چیکار؟ 35 تومن دادی جاریت؟ من با شما نبودم. ببخشید کار خیلی خوبی کردی اومدی، خیلی ممنونتم عزیزم، فدات شدم، با شما نیستم. میدم وقت سه شنبه مری شما وقت، ولی آقایون اینجوری نیستن. آقایون شاید نتونن، واقعا نمیتونن چند تا کار رو با هم انجام بدن. مثلا آقا بچه رو برده پارک، همون موقع خانمش زنگ میزنه میگه که ببین یه 10 تا نون با پنیر با یه آناناس بگیر بیار. دو حالت بیشتر نداره، یا بچه رو تو نونوایی جا میذاره، یا نونو تو بقالی جا میذاره، یا 10 تا بچه میگیره با آناناس میاد خونه. باور کنید من رفته بودم مغازه کفش فروشی، فروشنده داشت با یه چیز صحبت میکرد، با یه فروشنده، با یه نفر خریدار دیگه حرف میزد. تو همین اینی که داشت حرف میزد من گفتم آقا ببخشید 41 این کفش رو به منم میدی؟ بعد فروشنده در حینی که داشت حرف میزد کفش رو برداشت، کفش رو از پلاستیکش در آورد، پلاستیک رو داد به من، با کفش رفت ادامه حرفاشو با آقا زد. بعد من دیدم حواسش نیست، گفتم خب بذار حرفاش تموم بشه. حرفاش که تموم شد برگشت آقا پسندیدید؟ گفتم پلاستیکش که بد نبود، اگه دوست دارید کفش هم بدید بپوشم. بعد دوست من تعریف می‌کرد، قسم می‌خورد، میگه با بابام تو جاده شمال داشتیم می‌رفتیم، بعد میگه همینجوری که داشتیم می‌رفتیم بابام چایی تو دستش بود، هر ماشینی از روبرو میومد میگفت عقب پلیسه، عقب پلیسه، عقب پلیس. این ماشینا رد شد چراغ می‌زد عقب پلیسه. بعد میگه تو همین رسید به خود ماشین پلیس بعدی، گفت عقب پلیسه، پلیسه گفت جلو هم پلیسه، بزن بغل جلو هم پلیسه.
یا بعضی وقتا اتفاقات عجیب غریب هم میفته، مثلا ابراز احساسات. ابراز احساسات خانم ها با آقایون خیلی فرق داره. مثلا رام بود، من چند وقت پیش توی خیابون بودم، یه مادر و دختری اومدن از کنار من رد شدن. تا رد شدن یه دختر به مامانش گفت وای. مامان گفت چته؟ گفت آقای کربلایی. گفت خرخری. ترسیدم. اگه عجله دیدی؟ من نمیدونستم چی بگم و اینا، سری سر مداخله پایین رفت. فرداش یه پدر و پسری داشتن رد میشدن. بعد پدر و پسر تو از مقل من رد شدن، پسره بابا این یارو باباش برش کن بذار راشو بره. برش کن بذار راشو بره، من که داشتم میرفتم. خب چه فرقی کرد؟ یا مثلا دیدید لباس پوشیدن ها، مثلا خانوما وقتی لباس پوشن تو عروسی که به هم دیگه میرسن از یه واژه های عجیب غریب استفاده میکنم. مثلا طرف طرف میبینه میگه چه خوشگل شدی عوضی؟ آقایون کت شلوار پوشیدی؟ تو نمیگی کت شلوار پوشی شلغمیتت میزنه بیرون؟ شلغم؟ نه به چشمات میاد قشنگه، کت شلوار قشنگه خوبه. خب واقعا بعضی از کارها هستش که خانوما میتونن انجام بدن آقایون نمیتونن، بعضی هم آقایون میتونن انجام بدن خانوم ها نمیتونن، یا بعضی ها تبحر خانوم ها خیلی بیشتره، بعضی ها تبحر آقایون خیلی بیشتره. مثلا بعضی از خانوم ها وقتی میخوان بین دو تا ماشین پارک دوبل کنن، به عینه من دیدم احساس میکنم خود ماشینا دارن خودشون رو جمع میکنن. یعنی ماشین عقبیه اینجوریه، بیا بیا بشکن بشکن، تو رو خدا بشکن، تو رو خدا بشکن 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 بشکن، چرا بشکن میزنی؟ بعد ماشین جلویه، ماشین جلویه، بیا ردی، رد کن، بده تو، رد کن، رد کن، جلو نیا، جلو، نه دیگه همونو ببر تو، همونو ببر تو. یا مثلا سفره که میندازن، من مثلا تو دانشجویی دیدم، مثلا تو دوران دانشجویی سفره که میندازن خانوم ها برای همدیگه، مثلا یه کاسه ماسک گذاشتن، مثلا دوغ گذاشتن، بشقابا رو چیدن، مثلا چیز گذاشتن، پلو رو جدا کشیدن، خورشت رو جدا کشیدن، اونا که نوشابه میخورن نوشابه گذاشتن. بعد میگن بچه ها بید برای غذا، بعد همه میشنن خیلی قشنگ غذا رو میخورن، بعد همه که بلند میشن هی به هم تعارف میزن، سامانتا دست نزن، تو دست نزن، مجگان دست نرو، دم دستشویی نرو، من اینا رو میشورم، نه تو بیار اونا رو تو بیار. برعکس آقایون سفره رو میندازن، یکی یه قابلمه میاره میذاره وسط، حمله. بعد از غذا رضا جان داداش ببخشید، پاتو از تو قابلمه در میاری؟ یه ذره تهدیدی داره، میخوام اونا رو بخورم. رضا جان، رضا چسبیده کف پات، بذار کف پات بعد. یا حالا آقایون و خانم ها رو فاکتور بگیم، چون خودشون یه استنداپ کمدی بزرگه. بریم سراغ باباها، فرق باباها و مامانا، چون روز پدره دیگه، به افتخار پدره یه دست دیگه بزن. اساساً باباها رو به خصوص باباهای قدیمی رو عیارشون رو شکمشونه، یعنی اگه پلیس به درجشه بابا به شکمشه، ساجد شکم. خب بعد این ساجد شکم هم خیلی براش مهمه بابا، بخصوصاً باباهای قدیمی. مثلا من یه دوست دوقلو دارم، اینا ورزش کنن بعد رفتن باشگاه سیکس پک کردن و اینا یکی از مسائل و مشکلات زندگیشونه که هر روز رأس ساعت 6 و 7 که بابا میاد خونه، با یه رکابی میشینه روبروی اینا، بعد جفتشون میشینه روبروشون میگه دوست داشتی یه دست نداشتی تیکل منو داشتی؟ بعد اونا میگن بابا مال ما سیکس بکه. میگه باشه مال من هم ایر بکه، سیکس بک مهمتره یا ایر بک؟ بعد محبت مامانا رو با بابا رو دیدید یکم فرق میکنه با هم دیگه. مثلا بچه مچاله شده، خب
خوابیده مامان میاد یه پتو میندازه روش، بابا کوله رو روشن میکنه. خب یا مثلا نصف شب بچه که میاد تو خونه مامان میگه کجا بودی؟ غذاتو یه ساعت رو گاز گذاشتم، بیا برو غذاتو بخور. بابا در همون لحظه در حینی که خوابیده. حضرت والا غذا رو که میل فرمودن، قبل از جلوس بر تخت پادشاهی آشغالارم ببرن دم در. او یه تعفنش خونه رو برداشت. بعد من دقت کردم رام بود، حافظه پدرها گزینشیه. مثلا پسرم میگه که ماما من دارم میرم خونه مهدی، ماما میگه آها خونه مهدی، نه باشه مواظب خودت باش. برو پسرم. بابا مهدی کیه؟ بابا مهدی دوستم. کدوم دوسته؟ بابا دیشب تو پارک دیدیش؟ باد سلام علیک کرد؟ یادم نمیاد. بابا مهدی خیلی خوب، حالا زودتر برگرد. باشه برمیگرد، فقط یکم پول بهم میدی بابا؟ تو دیروز از من پول گرفتی، امروز از مادرت گرفتی، قرض خواهرتو چرا نمیدی؟ عیدیات 15 تو هم مونده، اونا رو خرج کن. یا مثلا حافظه های دیگه بابا خیلی برام عجیب غریبه، خیلی گزینشیه. اینجا نوشتم بعضیاشو. مثلا یادمون چیزا افتادم، یادته یه بچه به باباش میگه، خیلی قدیمیه این لطیفه، بچه به باباش میگه بابا 10 تومن داری به من میدی؟ میگه 10 تومن؟ مگه من سر گنج نشستم به تو 8 تومن پول بدم؟ حالا با این 6 تومن میخوای چیکار بکنی؟ هی 4 تومن 4 تومن 4 تومن از من پول میگیری. میدونی با همین 2 تومن 2 تومن از زندگی ساخته میشه؟ حالا 1 تومن رو بگی بقیه‌اشو برگردونی. و اما سورپرایز کردن یا غافلگیر کردن. تو غافلگیر کردن حواستون به زنها یا خانمها و آقایان باشه. خانمها و آقایان احساساتشون فرق میکنه با هم دیگه. مثلا آقایون اول به امنیت خانواده فکر میکنن. خب مثلا بعضیا تولد که میگیرن چراغا رو خاموش میکنن، کیک رو آماده میکنن، فامیلا همه جمع میشن، موسیقی تولد رو آماده میکنن. مثلا تا خانم در خونه رو باز میکنه همه مورد داشتیم، همین کار رو در مورد آقا انجام دادن، در رو باز کردن تا جیغ کشیدن آقا ظرف 2 دقیقه تو تاریکی 15 نفر زده. بعد آخرین نفر رسیده به باباش، باباش گفته عوضی منم، منم نزن، خاک بر سر بی جنبت کنن. خب این که نمیفهمه چرا منش تولد میگیری؟ با چنبر برقا رو روشن کنید، مادرتون رو پیدا کنید. برقا رو روشن کرد، مادرتون رو دوستر بیارید پایین. چی جوری زدی رفت اون بالا؟ یا این مورد عین حقیقت بوده رام بود. یکی از دوستای من تعریف میکرد، میگفت روز مرد بود، بعد از همکارامون توی نمایش میگفتش که، حالا اسمشون رو نمیارم شاید دوست نداشته باشم، میگفتش که آقا روز مرد من خواستم که علی رو، یعنی همسرش رو، در حقیقت غافلگیر بکنم، سورپرایز کنم. بعد میگفتش که علی میدونه که من به سوسک خیلی حساسم، بنابراین کل خونه رو مدام سمپاشی میکنه که حتی یه سوسک ریز تو خونه نباشه. اعصابش خرد میشه، میگه من خونه نیستم، این زن زنگ نزده میگه سوسک تو خونه است، من این همه راه بلندشم برگردم بیام. منم خیلی حساسم به سوسک. میگه آقا یه موبایل گرفتم، گوشی تلفن همراه گرفتم، اینو گذاشتم وسط خونه، علی هم توی اتاق بود، یه دستمال انداختم روش، یه گفتم علی 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 سوسک علی سوسک. علی اومد گفت کجاست کجاست؟ گفتم اونجاست، نگاه کن. گفت کجاست؟ گفتم زیر دستمال، دستمال آروم بکش کنار میبینیش. گفت که آروم چیه؟ گفتم علی نه علی نه، آره آره تو علی، گفتم نه آره، گفتم علی نه آره، ریقشو در آوردم. گوشی حتی اینقدرش هم باقی نمون، چه نان محکم زده بود، موزاییک زیر شل شده بود. یعنی پای علی داشت میره خونه همسایه، از بس لج داشت که سوس توی خونه دیده نشه. به حواستون باشه میخواید غافلگیر کنید. در مجموع همه این شوخی‌ها رو کردم که بگم که همه روزها میتونه روز مرد باشه، اگر مردها عاشق زندگی باشن و همسران و دختران و بچه‌ها عاشق همسرانشون و پدرانشون و برادرانشون باشن. همه روزها میتونه روز زن باشه، اگر از همه زنها عاشق خودشون، زندگیشون و خانوادهشون باشن و خانواده هم همچنین. میلاد حضرت علی علیه السلام بهانه یه که یادمون نره که قدر پدرهامون رو بدونیم. و باز هم میگم
این اجرا تقدیم به پدرهایی که در بین ما نیستن اما یادشون همیشه تا به ابد در کنار ماست. امشب باید صدای دستتون به عرش برسه، با دستایی که میزنید برای میلاد مولود کعبه بزن. شله شله، روز پدر مبارک، خداحافظ. قشنگ بود نه؟ خیلی چیکار کنیم؟ نمیتونیم ولت کنیم که الهی. یکی دیگه دورتون بگردم، دورتون بگردم. من بسه. خیلی
اینا رو داری میگی که بسه؟ نه بیا پایین. چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ من... اگه میخونی بالا بمون، اگه نه بیا پایین. میخوام بیام که چیز کنم پایین. میخوام تحت تاثیر قرار گرفتم قبل از این کار که بیام بخونم براتون، برای اینکه من نمیدونم چقدر بعضیا واقعا دلشون دریایی و حالشون آسمونیه، که با اینکه میتونن خیلی امکانات خودشون داشته باشن و کیفشو بکنن دیگه، مثلا حالشو ببرن و برن هی دنیا رو بچرخن، سفر برن، پول خرج کنن، اینجوری کیف کنن دیگه. کیف داره واقعا، ولی از این نقطه میگذرن، یه قدم میذارن اون بره، یه سری اتفاقاتی که لبخند دیگران و حال خوب دیگران و سلامتی دیگران و زندگی دیگران براشون مهم میشه، صرف نظر میکنن از خیلی چیزایی که حقشون پول دارن یا امکاناتی دارن میتونن استفاده بکنن و دمشون گرم. اونا به نظر من اون بخشی که خداوند وعده داده که یک بخشندگی ویژه‌ای در وجود خودش هست، اون صفت از خداوند رو خیلی بارز در وجود خودشون پرورش دادن و دمشون گرم از این اتفاق. و من خیلی کوچیکم، یه ذره صدا دارم، ولی از مردم خواهش میکنم که من هم خواهم پیوست به این کمکی که به این بچه ها قراره بشه. دمت گرم، دمت گرم. ستاره 780 ستاره 95 مربع و حتما حفظش کردم، بیشتر سعی میکنم هی تکرار کنم. به افتخار همه اونایی که دلشون انقدر دریایی و حالشون آسمونیه، دست خیر و بخشنده دارن و حال مردمشون براشون مهمه، یه دست درجه یک لطفا. ماشاءالله. دمت گرم که تحمل حرف دادی. ممنونم ازت. ما قول دادیم، قول دادیم برای اولین بار در خندبان، قول دادیم پای ماجرا هممون واستیم و این پروژه به انتها برسه. گزارشش هم انشالله همینجوری ماه به ماه بهتون میدیم تصویری، تا ببینید که این کمک‌های شما داره چجوری شکل میگیره. میری بالا یا خدافظی کنی؟ ما خدافظی باید بکنیم. خدافظی، خدافظی، اذیتش نکنی. از اتاق فرمان اشاره، از اتاق فرمان اشاره میکنن که زمان تموم شده. خب به احترام مردم عزیز ایران بلند میشیم. حجت جان، یا آرزوی خوشگل کوچولو جمع جور مفید درجه یک بکن، خدافظی کنی بریم. حال هممون خدا، چون خیلی از عید نوروز نگذشته، حال هممون خدا تبدیل به بهترین حال بکنه، اونجوری که هممون دعا کردیم، و فقط برای خودمون دعا نکنیم، حال هممون خدا خوب کن. الهی آمین. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگین. روز پدر خیلی مبارک باشه. خیلی. این میلاد فرخنده و درجه یک خیلی مبارک باشه. خیلی. و آرزو میکنم که مثل هر شب در کنار خانوادتون باشیم، سلامت، راضی و پر روزی، و همه بیمارا ان شاءالله هر چی زودتر از بستر بیماری بلند شن. بگو یک دو سه اونجا بگیم. یک دو سه. چیه که میره جلو بازمونه خندبانه، اون چیه که همه رو میخندونه خندبانه، میبنه از هوش خندت کوش خندبانه، هر جا هستیم شبکه نسیم کوش خندبانه، به کلی آدم زحمت کشیدن و خندبانه ساختن دیدن و که نکنه دلت بگیره خستگیت هم در شروع میشه. همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشق میکوبه، بگو تو هم یه بار دیگه. وقتی شروع میشه همه چی خوبه، هر کی میبینه میدونه تو دلمون عشق میکوبه میکوبه میکوبه. اون چیه که میره جلو بازمونه خندبانه، اون چیه که همه رو میخندونه که نسیم کوش